بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و لحظاتی بهتر در انتظارمون باشه و بتونیم دوشنبه اول هفته در آمریکا و سومین روز در ایران رو به اصطلاح به خوبی داشته باشیم. البته دیگه الان اونجا شبه و جالبه، طبق گفته آقای پرویز مینویی میگه من نمیدونم این چه خدایی بوده که با وجود این که همه پیامبرارم هم توی همون منطقه میدل ایست یا خاورمیانه به اصطلاح پیدا کرده و گذاشته سر کار، به یکیش گفته شنبه تعطیله، به یکیش گفته جمعه تعطیله، به یکیش گفته یه شنبه تعطیله، به یکیش گفته شراب آزاده، به اون یکی گفته یکم آزاده، به اون یکی گفته نه، به اون یکی گفته خوک آزاده. اصلا اون موقع خوک بوده تو اون منطقه یا نبوده؟ در هر صورت برنامه آقای پرویز مینویی چهارشنبه ها هست و هر روز هم از تلویزیون مردم پخش میشه. بعضی از شما شکایت میکنید در رابطه با کیفیت صدا، ما اینجا هیچ دخل و تصرف و یا تغییری نمیتونیم درش بدیم، هر چیزی که دریافت میشه پخش میشه. در رابطه با کامپیوتر اینو میگن جانک این جانک آوت، یعنی هر چیزی بهش دادی همونو بهت پس میده و از این بابت از شما عذر میخوام، ولی با خودشون تماس بگیرید، بهشون بگید اگر صدا اشکالی داره شاید ایشون بتونه برطرف کنه. خب و اما دو تا ماجرا هست که در تلویزیون مردم همچنان ادامه داره. یکی ماجرای بختیار و شاه و نمیدونم وزرای بختیار که توی اون 37 روز چه کار کردن و آقای رزمارا هم لطف میکنن ایمیل میزنن، ولی یه چیزی رو ایشون نمیخواد قبول کنه که آقا شما با آقای بختیار داریم اون کاری رو انجام میدید که دیگران با آقای شاه انجام دادن، ازش بت ساختن، نذاشتن هیچ کس نزدیکش بشه، نذاشتن هیچ کس انتقاد کنه و شما یه چیز خیلی ساده ای رو چرا اینقدر کشش میدید؟ شما به مردم بگید بعد از 5 سال شما وزیر نخست وزیری بودید که اون نخست وزیر شاه بوده، رژیم شاهی 5 سال 1357 از بین رفته، شما و آقای نخست وزیر آقای بختیار سال 1362 در عربستان سعودی به قول خودتون یا در کشورهای دیگه عربی چه کار داشتید؟ اونا چرا پول نقد به شما بدن؟ وقتی که ما میدونیم پول نقد بیشتر در بین اونهای رایجه که میخوان کارهای قاچاق انجام بدن، نه فقط منظورم قاچاق مواد مخدره، هر کاری رو که میخوان زیر آبی برن و اینها پول نقد به هم کش میده. بعد در همین رابطه آقای بابک هروی امروز ساعت 3 میان تا به شما مدارکی رو نشون بدن که آقای بختیار اصلا به اعراب گفته بوده که این 3 جزیره مال ما نیست، مال شماست. حالا بعضیا فوش و فضیحت در فیسبوک با آقای هروی که این حرفا چیه، اینا رو تکذیب کرده و فلان و اینجوری و اینها. ما نمیدونیم، ما دو طرف ماجرا رو میگیم، مردم هستن که قضاوت میکنن. پس ساعت 3 بعد از ظهر با آقای بابک هروی خواهیم بود. از شما خواهش میکنم اگر برنامه ما رو میبینید و دنبال میکنید، چه الان که برنامه زنده است که ساعت 2:03 روز دوشنبه 22 ژوئن سال 2015 میلادی و برابر با 1 تیر ماه 1394، چه روزهای دیگه که این برنامه ها به صورت بازپخش پخش میشه، چه موقعی که شما از یوتیوب و بایگانی ما میبینید، لطف کنید با تماس های ایمیل، فیسبوک و پیام هاتون بگید که این برنامه ها رو کیفیت صدا و تصویرش چگونه است و اگر امکان مالی هست براتون حمایت کنید تا ما این بلنگو یا پلتفرم نقلی و کوچولو رو برای دیگران هم نگه داریم. یه دوستی دیروز برای من یک به اصطلاح چیزی رو فرستاده بود که در رابطه با آقای فضائل عزیزان، نمیدونم دیگه اینا ما یادمون میره، یکی میگه استاتوس، یکی میگه پست، یکی میگه ایمیل، یکی میگه پیام، یکی میگه مسیج، و نوشته بود که آقای عزیزان در آمریکا برق دزدی کرده و دولت آمریکا
من خوندم 14 ماه، بعد ایشون گفت نه 14 ماه برق دزدیده، 6 ماه بهش دادن زندان با اعمال شاغل. ببینید بعضی چیزها هست بهش میگن کیورد، یعنی یه لغتی که شما اگر یکم اینو جا به جا بگی طرف میفهمه که داری حرف اشتباهی میزنی. کیورد این جمله این بود، یا اون رد فلگ رو این بود که در زندان آمریکا اعمال شاغل. برش نشتم دوست عزیز، مگه اینجا چین یا کره شمالیه که اعمال شاقه داشته باشه؟ تازه ایران به اون ایرانیش اعمال شاقه نداره، شکنجه میکنن، پدر طرف رو در میارن، تجاوز میکنن، ولی اینکه شما ببینی پتک میده دستش بره کوها رو بکنه، همچین چیزی ما نداشتیم و ندیدیم. بعد ایشون بهش میگم که ضمناً این آقا من ازش خبر دارم، داره مینویسه، اینجوری نیست. و این وبسایتی که شما داری ازش نقل قول میکنی خیلی چیه. بعد برای من میگه که ای آقا شما خبر نداری در زندانهای آلمان و در زندانهای آمریکا اینایی که بدهکار هستن به دولت، وقتی میبرنشون زندان بهشون کار اعمال شاقه میدن که انجام بدن تو مزرعه ها کنار خیابون اینها، و اینها روزی 30 دلار حقوق میگیرن، اون 30 دلار رو بابت بدهیشون میدن. من اصلا خندم گرفته بود این همه اطلاعات غلط رو چگونه یه نفر میتونه توی یک مطلب جا بده. اگه شما چیزی شنیدی، اولا این زندانی ها با کمال میل و رغبت میرن میگن آقا ما رو ببرید تو خیابون آشغال جمع کنیم، ماشین ببینیم، آدم ببینیم. بعد سر این که کار کنن تو کارخونه هایی که جوراب میسازن، نمره ماشین درست میکنن، دعوا که الان اونا اونجا لابد دعوا نمیدونن، یعنی یه چیزیه، کسی که میره اونجا کار میکنه به نظر میرسه که بهش به اصطلاح یه نعمتی بهش دادن. اون وقت چی بهش پول میدن؟ مثلا میگه ساعتی 25 سنت، ساعتی 50 سنت. حالا اگر سعید این دور برا باشه ازش میخوام که بزنه برای ما ببینه که روزانه یا ساعتی دستمزد زندانیان وقتی میرن کار، اونم نه اعمال شاقه، نه که پتک بردارن برن سنگ بشکنن، سنگارم سوار گاری کنن. تو فیلمای نمیدونم فرعون و مصر و فیلمای قدیمی دیدیم، یا تو این فیلمایی که از نورد کوریا کره شمالی میاد. بعد بهش میگم آقا امروز نوشتم که آقا این خبره که اصلش دروغ بود، ما از هم اولا میدونستیم. میگه آره منم میدونستم دروغه. میگم خب چرا پخش میکنی؟ میگه برای که از قیافه عزیزان بدم میاد. خب شما امروز که یه خبر دروغ رو به خاطر قیافه این پخش میکنی، فردا اگه یه خبر صحیح آمد، من نمیدونم که شما از قیافه سربی بدت اومده این خبر رو پخش کردی یا واقعا این خبر صحیحه. یعنی شما آگاهانه یا ناخودآگاه خودت رو کردی چوپان دروغگو، که هر کی چیزایی که از طرف شما میاد بگه بابا این مزخرف میگه، حتما از سربی بدش اومده، از عزیزان بدش اومده، از قیافه این بدش اومده. ماشاءالله اونایی هم که شما ازشون بدت میاد خیلی لیست بالا بلندیه. به این دوستم گفتم آقا یک کمی برو تو آینه. این سعید کاووسی یه دو تا حرف درست تو زندگیش زد. میگفت هر وقت میبینید که خیلی اشکال هست و اینا، البته خودش عمل نمیکنه، هر وقت میبینید خیلی اشکال هست و مکافات هست و مشکل هست، برید تو آینه، تمام پرسش های شما اونجا پاسخ داده میشه، مسئول تمام این خرابکاری ها نابسامانی ها رو اونجا میبینید. و اما موضوع دیگه، موضوع قانون اساسی هست که خیلی خوشحالم دو تا از دوستان فرهیخته ما، یکی مهندس سهراب چمنارا و یکی دکتر نصر احمدی، دارن به این موضوع به اصطلاح چی میگن وقت میذارن و میپردازن. آقای سهراب چمنارا که یک کتابی رو نوشته، چند تا کتاب نوشتن، ولی اون کتاب 2020 و اینها، و میگن شماها اگه اینو بخونید یه مقداری این سوالات روزمره به اصطلاح پاسخ داده میشه. البته ایشون به انگلیسی نوشته. میگم خب شما به اصطلاح مخاطبت ایرانی ها هستن یا آمریکایی ها؟ اگه آمریکایی ها هستن بعد میخوان اینو به ایرانیان بگید بخونن، یا اینو باید به صورت آدیو به فارسی در بیارید، یا اینکه ترجمه کنید و بنویسید به فارسی و برای ایرانیان PDF مجانی بزنید تو بار. دوم اینکه آقای نصر اصفهانی کتاب قانون اساسی رو خودشون به تنهایی نوشتن، دلیلش هم اینه که میگن که
من فعلا اینو نوشتم که یه چیزی داشته باشیم، مثل یه نقشه ای که میخوام یه مسافرت بریم، این نقشه رو داریم. بعدن که مسافرای دیگه آمدن، اون یکی گفت من میخوام برم اردکان، اون یکی گفت من میخوام برم زربان، اون یکی گفت من میخوام برم شیراز، اون گفت میرم اصفهان، این ماشین که به حرکت افتاد اون وقت نقشه رو تغییر میدیم. ایشون ساعت چهارشنبه میان با من و شما با صحبت میکنن. پس شد امروز دوشنبه آقای بابک هروی، چهارشنبه دکتر نصر احمدی، و جمعه با آقای مهندس سهراب چمنارا خواهیم بود. و اما چرا با آقای سهراب چمنارا خواهیم بود؟ یه بحث دیگه ای که باز در تلویزیون مردم الان به اصطلاح هست و تو فیسبوک همینجور ادامه داره، صحبت این هست که آیا ما باید پارسی صحبت کنیم یا نه، آیا اصلا میتونیم همچی کاری رو انجام بدیم یا نه. و در همین رابطه آقای آبتین هم ویدیوهای درست میکنن و ارسال میکنن و ما پخش میکنیم، گهگاهی هم به عنوان مهمان برنامه ازشون دعوت میکنیم. دوستان وقتی که ما یه نفر که برنامه داره دعوت میکنیم، میگن too much یعنی دیگه این زیادی میشه. و یه بار برنامه خودشو ببینیم که احتمالا همون صحبت ها رو میکنه، یه بارم با شما باشن، باشه چشم. من سعی میکنم که دوستانی که خودشون برنامه دارن به اصطلاح اصلا به عنوان مهمونی دعوتشون نکنیم، بگیم آقا شما همونجا باش ما اینجا باشیم. این یک. آقای چمنارا لطف کردن در فیسبوک یه چیزی رو نوشتن، من میخوام ربطش بدم به این پارسی نوشتن. میگم ما این زبانی که ایشون بیش از 60 سال، من بیش از 50 سال، تقریبا 60 سال صحبت کردیم و یاد گرفتیم، ما هنوز نمیتونیم ارتباط با هم برقرار کنیم و خیلی وقتا مینویسیم یا صحبت میکنیم، پیام میذاریم، سوء تفاهم ایجاد میشه. دیدید مثلا آقای مطلبی نوشته بود که چون سوربی بهایی ها رو، چون سوربی ارشاد رو آورده، همین یه غلط، من ارشاد رو نیاوردم، آقای ارشاد خودش با ما تماس گرفت. شنیده یه تلویزیونی هست، هر کسی بخواد میتونه توش صحبت کنه. چون ارشاد آورده دیگه دین بهایی، تلویزیون مردم ارزش لیاقت این رو نداره که دین بهایی ها اونجا باشه. من تماس گرفتم میگم آقا این چیزه، میگی من اینجوری نگفتم که، نوشته خودشون ثبت، قبول ندارم. حالا آقای سهراب چمنارا یه نوشته ای نوشتن که توی این برای من نوشتن سوربی شما که یه جورایی هم منو خرابکار اعلام کردن که یعنی قرار خراب میکنم، هم یه جورایی حالا یا به طعنه یا با زیرکی خاصی گفتن که مثلا ما هم پول از عربستان سعودی میگیریم. اولا بذارید اول راجع به پول صحبت کنم. آقای چمنارا، بنده بارها گفتم به پرد پدر شما ارادت داشتم، داداشتونه میشناسم، خواهرتونه میشناسم، دامادتونه میشناسم، به شما حالا ارادت پیدا کردم، من از شما عاجزانه تقاضا میکنم از هر کجایی این صدای منو بگیرید دوستان، روی یوتیوب پخش کنید، روی وبسایت ها بذارید، خائن، وطن فروش، فلان، هر چی دلتون میخواد، از هر کجایی که شما میتونید و سراغ دارید برای تلویزیون مردم پول بگیرید، من ازتون خواهش میکنم این کار انجام بدید. دوست داشتید 25%ش بردارید، دوست نداشتید اون 25% هم شما لطف کنید بدید به تلویزیون مردم تا من بتونم قدم به قدم به هدفان برسم. پس من یکی، اگر جمهوری اسلامی، آخوندا، اف بی آی، سی آی ای، موساد، نمیدونم M6، M5 چیه مال انگلستان و عربستان سعودی بیاد پولی بده، میگیرم. وقتی کسی میگه من این کار رو انجام میدم که دیگه شما نمیتونی این رو به عنوان توهین به کار ببری. من این کار رو با افتخار انجام میدم که بتونم برم این پول رو بگیرم به هدفم برسم. چیزی که با آقای مرتضی آقا محمدی میخواستم یاد بدم، ایشون درکش نکرد موضوعی رو که من میگم. اگر ما هر کدوم برای هدفمون کار میکردیم، مثل سوربی شنبه و یه شنبه تو گرمای اینجا 90 و چند درجه بود، با شرجی میشه 100 خورده، تبدیل کنید نمیدونم بالای 40 میشه، نزدیک 50 درجه سانتیگراد میشه، میرفتید با این سن و سال 5 ساعت دوربین رو شونتون میگرفتید و فیلم برداری میکردید، بعد اون پول خرج این کار میکردید، اون وقت شما به هدفتون میرسید. دوست من آقای حسن خواجه نوری، خواجه عبدالله از زرقان شیراز،
برای من نشته های سربی هر وقت فرصت داشتید ویدیوهای من را در رابطه با ضرر و زیان ماه رمضان نشان بدهید. نوشتم قربان فرصت زیاد هست، حمایت کمه، هزینه ها پرداخت نمیشه. شما که مثل یک دست گل در سوئد یا هر کشوری داری میگردی میچرخی، جوانی، وضعت خوبه، درآمدی داری، احتمالاً حاضر نیستی یک کرون، صد کرون، دو دلار، ده دلار خرج کنی. خب من آدم شما را آدم مطمئنی نمیبینم. شما که امروز قدرتی نداری، حاضر نیستی با مردم همکاری کنی، فردا اگه قدرت افتاد دست شما، شما میخوای مردم رو به اصطلاح باهاشون عادلانه رفتار کنی؟ من نمیدونم همین چیز. بله خب حالا ببینیم که آقای چمنارا چون بعضی از اینها رو به صورت کامنت یا نظر روی به اصطلاح اون چیزایی که ما گذاشتیم گذاشتن، بعض چیزها رو هم به صورت پیام برای من فرستادن، من یه مقداری گیج و ویجم، ولی بذارید ببینم اگر میتونم پیداش کنم براتون پیداش کنم. این از این. اولا اجازه بدید تبریک بگم هم به شما هم به تیم والیبال ایران که دو بار برنده شده، پیروز شده، و از طرفی خوشحال باشیم که بالاخره آمریکایی‌ها میرن میان. این کوته فکری و تنگ نظری مسئولین دو طرف، هم مذهبی های آمریکا هم مذهبی های ایران رو از بین ببریم. این بازیکن های آمریکایی وقتی که رفتن توی سالن همشون یکی یه بطر آب دستشون بوده، این بطر آب رو گذاشتن. چرا ما هنوز به این پلاستیکا میگیم بطر؟ یکم بخورم اینو. چرا بنوشم؟ غلط گفتم، خوردن نیست. بله میارن میذارن و تا موقعی که وقت اذان نمیشه یا اذان مغرب نمیشه آب نمیخورن، یعنی احترام میذارن به اونی کسی که داره تو تلویزیون میبیندشون، احترام میذارن به اون کسی که احیانا لب تشنه و گشنه اومده مسابقه داره میبینه و اینها، اینا احترام گذاشتن. از این کارشون هم خیلی ریاکشن یا عکس العمل مثبتی دیدن، مردم خیلی بهشون بیشتر احترام گذاشتن. البته اونا هم گفتن که مردم ایران خیلی مهمون پرستن و همه میخوان به ما ثابت کنن که ما به همون بد نگذشته و اینها، و گفتم ناراحت نباش، همچین که خودی شدی اون وقت پدر صاحب بچه رو در میارن. ماها میگفتیم غریب پرسته خود چی؟ یه چیزی اینجوری غریب پرست و خود نواز که نمیشه. بله آها، آقای سهراب چمنارا برای من نوشتن بعدن گویا متوجه نوشته من نشدید. کجا من گفتم خرابکاری؟ به نقل از خودتان از کلمات قصارت گفتم وضع ما خیلی خرابه. دوما لوح کشف شده کوروش با نوشته تورات تناقض دارد و یهودی که خودش پایش را شوت نمی کند. اینجا آمریکایی‌ها یه ضرب المثلی دارن، میگن طرف پای خودش رو با تیر میزنه. من برای ایشون نوشتم اتفاقا انقدر این دوستان یهودی زرنگ هستن که اگر ببینن یه جایی تیر زدن تو قلب یه کسی کشته شده، حالا قراره برن دادگاه تقاص پس بدن، یه تیری هم تو پای خودشون میزنن که تو دادگاه که میرن بگه آقا اول اون تیر زد تو پای من، بعدن من کشتمش. از زرنگی این دوستان یهودی غافل نشد. ولی اونجایی که شما کجا به من گفتی که من خرابکارم، من چون فارسیم همیشه هم گفتم، الان تو این 30 سال بدتر شده، قبلا هم اصلا خوب نبود که بدتر بشه، یعنی هم درست میگم بد بوده بدتر شد. بذارید من ببینم که اینجا هست یا آها، من اینو قشنگ نشون مردم میدم، مردم بخونن و اگر کسی برداشتی، چون این آقای مثلا چیز وقتی میخونیم بعد اون میگه آقای سوربی غلط خوندی، اون برای من ترجمه میکنه، آقا محمدی. خب بذارید ببینم، این رو شما یک شنبه نوشتی. اتفاقا این موضوع مزدور قوم یهود کمی خریدار داشت تا وقتی که لوح کوروش کشف شد و دیدند که برعکس آن نوشته تورات در کتاب عزرا اصلا اشاره‌ای به قوم یهود نکرده. شخصیت کوروش جهانی است و او تنها متعلق به ایرانیان نیست، بله بشریت به او به عنوان برجسته‌ترین شخصیت تاریخ افتخار می‌کند.
اینجا رو دوستان گوش کنید. حالا اگر عده‌ای مثل شما در مقام خراب کرده، ولی نوشته خراب کردنه، چهره ایرانیان خوب هستید، این دیگر تقصیر تاریخ نیست. اتفاقا در مغولستان خیلی چیزهای خوب درباره چنگیز میگویند، و یا در قزاقستان تیمور لنگ یک فرشته است، و یا به گفته بعضی ها ما ایرانیان مردم بی فرهنگ وحشی بودیم که اعراب ما را آدم کردند. فعلا دوستان، اول خرابکار شدم، فعلا پولهای نفت عربستان خیلی کارها میکنند، این نیز بگذارد. ممنونم از ایشون، ولی شما برای من اینو تعبیر کنید، تفسیر کنید، بگید که چه برداشتی باید داشته باشم. اولا دوست نازنین، اگر توی مغولستان از چنگیز خان مغول تعریف میکنن، اگر یک نفر توی مغول بیاد بگه آقایون خانما این مغول آدم کش بوده، خونخوار بوده، ببینید چه بلایی سر ایرانی ها آورده، باید اینو هموطناش فوشش بدن، بگن شما جیرخوار ایران هستی، یا باید هموطناش فکر کنن آقا وایستو ببینم، شاید این تاریخ نویسا مزدور این آقای مغول بودن، هرچی دزدیده یه چیزی هم به اونا داده، آقای نمیدونم گزنفون و هردوت و اینا که همراه شاه ها راه میرفتن و تاریخ مینوشتن، اینها مزدور بودن، نبودن، شما بیا توضیح بده. دوما اینجا خیلی کارهای خوب کردن آقای جفرسون، آقای واشنگتن، آقای ابراهام لینکلن، ولی همینجا به من و شما اجازه میدن کارهای بدشون رو هم بگیم و انتقاد کنیم. این صحبتی بود که من با خانم ماندانا گفتم، با آقای رزمارا میگم، با دوستان طرفدار پادشاهی میگم، آقا خانم اگر یک کسی طلای پاکی هست بذارید دیگران بگن آقا این طلا نیست، این آلومینیومه، این مسه، این اصلا سربه، به درد نمیخوره. مردم که احمق نیستن، مگر اینکه شما قبول داشته باشید مردم احمقن. تا بگید نه مردم نمیفهمن، مردم احمقن، ما باید بهشون بگیم، من با شما صحبتی ندارم. ولی اگه هی شما میگین مردم، ملت، مردمان، اقوام، قومها، اون وقت من باور میکنم که شما یه آدم دموکراتی هستی و میخوای مردم برن جستجو کنن. کوست کلمه جستجو دیگه ها، یا کریوس کاو چی میگن، چی بشن، مشتاق بشن برن ببینن راست میگه این سوربیا، برعکس این که همه میگن آقا ماشین 4 سیلند بنزین کمتر مصرف میکنه، اصلا اینجوری نیست. شما اگه ماشین 6 سیلند داشته باشی، چون زور کمتر میزنه، قدرت خوراک که همون بنزینه کمتر مصرف میکنه. ما ماشین آریا داشتیم تو ایران، 100 کیلومتر که میرفتیم 10 لیتر بنزین میسوزون. ماشین پیکان داشتیم 100 کیلومتر که میرفتیم 12 لیتر میسوزون. اون 4 سلند بود، اون 6 سلند بود. پیکان 4 تا سلند انقدی داشت، آریا 6 تا سلند انقدی داشت. ولی همه یاد گرفتن به غلط، اوه 6 سلند بنزین خیلی میسوزونه. چرا شما که مهندس هستی نمیخوای اگر یه باور غلطی هست مردم به اون پی ببرن؟ ضمناً خیلی ها تشکر کردن از ما که آقا این کار خوبیه که شما اجازه میدید دیگران، حتی اگه تو تلویزیون های دیگه هم هستن، بیان اینجا برنامه بذارن، برنامه داشته باشن. گفتم بابا ما از روزی که شروع کردیم اصلا هدفمون این بوده، اونای دیگه نمیدونم داد و بیداد میکنن، برید ببینید من 80 صفحه بیوگرافی خودم رو گذاشتم، ولی وقتی میگن آقا اسم تلویزیون نیاری یا حرف اونو نزنی یا اسمش یه دفعه نیاری که من بفهمم، ما به طرف شرط میکنه، شما به شرطی میتونی بیای اینجا که تو تلویزیونای دیگه نری یا نمیدونم این جوریه، اون به من مربوط نیست، من این بودم هستم، امیدوارم همین جوری هم باقی بمونم. خب آقای سهراب چمنارا جمعه با ما خواهند بود، قانون اساسی رو گفتیم، خرابکاری بنده و پول از عربستان رو گفتیم. بازم یادآوری میکنم اگر کسی از هر جایی میتونه پول بگیره، لطف کنه برای ما بگیره، 25% هم به خودش میدیم. این بازاریابی یا مارکتینگ یعنی همین. خب و اما آقای جب بوش برادر کوچولوی اون جورج بوشه و پسر اون جورج بوش پدر، شما ببینید انقدر اون فامیل بوش کارشون خرابه
که این آقا الان اسم اونها رو نمیاره، یعنی از فامیل خودش سانسور کرده، فاکتور گرفته، توی تمام تبلیغات فقط می‌نویسه جب، چون میدونه که تو مغز مردم تا بگه بوش، ماجرای دروغ‌های جورج بوش و چینی و جنگ عراق و جنگ افغانستان، تا بگه بوش، ماجرای دروغ‌های باباش که با آخوندا بود، اسلحه فروخت و دروغ میگفت، دروغ بزرگش که به مردم آمریکا گفت نو مور تکس، اینها در مغز مردم میاد و منفی هست. رفته فامیل خودش رو هم فعلا از صفحه تبلیغات و روزگار حذف کرده. اینم توی بیزینس چی میگن سیاست. و اما ما اون روز راجع به جهان تورز صحبت کردیم و هنوز منتظرم، چون ببینید ما یه وقتایی اصلا دقت نمی کنیم، یعنی انقدر اون موقع که این دوستمون آمد و تماس گرفت و این بروشورا رو داد و اینها، منم چون اینجا آمریکاست دقت نمی کنم، دیدم خب بله پکیج حج گذاشته، پکیج ایران گذاشته اینها. و وقتی ما این رو نشون دادیم، دوستان رفتن میگن آقا این که آمریکا انگلیسی نوشته، کسی که میخواد بره حج یا میخواد بره ایران، خب بهتر نبود ایشون چند کلمه هم فارسی مینوشت؟ من دلیلش رو میدونم، چون اونایی که رو وبسایت کار میکنن همه آمریکایی هن، خارجی هن. این بند خدا نتونست فعلا کسی رو گیر بیاره که براش وبسایت فارسی را بندازه. ولی اون روز من این صحبتای شما بینندگان رو به ایشون رسوندم، یعنی روز شنبه براشون پیغام گذاشتم، گفتم آقا اینجوری میگن، ایشون هم گفت درست میگن و سعی میکنیم به زودی به اصطلاح این رو، این مشکل رو برطرف کنیم. حالا تا اون موقع شما لطف کنید، اونایی که انگلیسی بلدن میخوان ایران برن، میخوان حج برن، میخوان مسافرتای دنیا برن، هر جا، جهان تورز شماره تلفنشون هم هست 877-630-7432، ایمیلشون هست jahantours@yahoo.com یا info@jahantours.com. جهان تورز مثل جهان تورز دات بیز، ببخشید جهان تورز دات بیز، بذارید من اصلا صفحهشون رو بهتون نشون بدم، جهان تورز دات بیز. اینا داخل ایران هم به اصطلاح تورایی دارن که شما میتونید برید. و من یادم میاد چند سال پیش یه نفر به من گفت که بیا یه همچین کاری را بندازیم و تور برای بچه های دانشجو و اینا که برن ایران. و گفتم والا الان که موقعیت خوب نیست، چون شما نمیتونی به مردم قول بدی اینها، ولی الان این نوید و امید این که روابط ایران و آمریکا خوب بشه هست. ببینید دوستان، جهان تورز، و امیدواریم که به زودی این تورها باشه. اونایی که به اصطلاح ایران دنیا اومدن، اونایی که الان سنی ازشون رفته، خودشون دیگه نمیخوان مشکلات بلیت گرفتن، هتل پیدا کردن، اتوبوس پیدا کردن اینها رو داشته باشن، با جهان تورز تماس بگیرید. و این دوستمون اگر پرسشی هم دارید با این شماره تلفن 877-630-7432. و من توی ویکند میخواستم برای ایشون آگهیشون رو درست کنم که اون موضوع نبودن فارسی باعث شد که به اصطلاح یک کمی صبر کنم، یکی دو روز دیگه هم همینجوری تبلیغشون رو تو برنامه اینجوری بگیم تا این مشکل برطرف بشه. خب میگه که یک گربه گم شده، اگه کسی این گربه رو پیدا کرد لطف کنه و به ما بگه. Neighbors, we are missing our sweet cat Dash. اسمش هم هست Dash، مثل داشبورد هست، ما اینجا ما تو ایران میگیم داشبورد. در هر صورت اینم از این ماجرا. خب اینم گفتم، دوشنبه امروز 22 ژوئن 2015 برابر با 1 تیر ماه 1394 اولین روز تابستان هست. و اینکه چقدر جالبه که اینجا با وجودی که ماهشون و اینها فرق میکنه، ولی دیروز و امروز باز راجع به این اولین روز تابستان تو تلویزیون صحبت کردن. و باز در رابطه با آقای سهراب چمنارا و اینکه تاریخ و اینها رو باید به اصطلاح هم بفهمیم، بخونیم، راجبش بدونیم، هم بهشون ارج و احترام بذاریم، من با شما
120%, 200%, 1000% موافقم، ولی از این که تاریخ رو فکر کنیم آیه های قرآنه، فکر کنیم ده فرمانه، نباید دست بهش بزنیم، باید دست نماز بگیریم تا بریم سراغش، اون قسمت رو با شما نه هم عقیده هستم نه همراه. ولی بریم سراغ نوشته هایی که براتون گذاشتم. آها، راجع به تاریخ امروز باز رفتم یکم تحقیق کردم، میدونید که تاریخ ایران برمیگرده به 3900 سال قبل از میلاد مسیح. این سوسا، من نمیدونم، مثل که در منطقه سوسنگرد و اینجاها یه حکومتی بوده، اینا هم از بس اسماش عوض میشه. خود ما دیدید دیگه، مثلا اونا میگن ایجیپت، ما میگیم مصر، اون یکی میگه چه میدونم، میگه نیدرلند، ما میگیم هلند، یا از این ماجراهایی که بعضی وقتا نمیفهمیم حالا این اونه یا اون اینه. در اصل 3900 با 2000، 6000 سال تاریخ مکتوب یا هرچی وجود داره که ثابت میکنه توی اون منطقه اینجوری بودن. بعد این آریایی ایندو آمدن اونجا و اینجوری شده و اینجور شده. متاسفم برای آقای چمنارا، نه، برای اونهایی که سنشون بیشتر از این آغاز، چون ایشون هم دوره انقلاب جوانی بوده مثل من و شما. اونها که در دوره شاه ماجرای 2500 ساله رو این دوستان یهودی کردن تو کله آقای شاه، آقای شاه هم نه سواد داشت نه تاریخ رو میدونست. خیلی خوشحال که حالا 1300 سال میکنم 2500 سال، ولی اون موقع یهودی ها اینو میدونستن که ما میخوایم این تاریخ ما 5000 ساله باشه، این ایران 2500 هم پیشکشش بره هرچی میخواد باشه. نایزاشتن بشه 7000 سال، نایزاشتن بشه 6000 سال. یه دفعه ما میایم میبینیم از هخامنش شروع میشه، از سلسله هخامنشیان. چرا؟ نمیدونم. چرا آقای شجاع الدین شفا، دکتر مسعود انصاری اون موقع با شاه میرفتن مکه و حج و این ورانور به این فکر نبودن؟ نمیدونم، شما بیان به من بگید. چون متاسفانه من از هر کیم دعوت میکنم وقتی میان اینجا، با وجودی که ازشون میخوام، میگم دوستان شما سخنور متبحری هستی، تبحر داری، و لطف کن درباره سوالی که من میکنم 3 دقیقه یا 5 دقیقه صحبت کن. ما هنوز به این نتیجه نرسیدیم که چی شد که ما عجم زنده شدیم به این پارسی، به کدوم پارسی. براتون یه مقاله میخونم، یه آقای گویا استاد دانشگاه هست در کرمانشاه، یا این آقا کرمانشاهیه، مردی که پارسی حرف میزند. همین امروز روی اینترنت بود و یکی از دوستان برای من این رو فرستاد، ممنونم. گفت چون آقای سوربی تو دیدم که چیزایی که میگی در این رابطه است، من برات میگم. اینم مال خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا هست، دوشنبه اول تیر 1394. بذارید من براتون نشون بدم و از همینجا بخونم، ببینید وضع ما یا کار ما، کارمون چقدر خرابه، که الان دیگه آقای چمنارا هم همینو با زیرکی استفاده میکنه و به خود من به اصطلاح میفروشه با قیمت خیلی زیاد. ببینید اینجا این ماجراست، مردی که پارسی حرف میزند. سرویس فرهنگی و هنری ادبیات و نشر، میر جلال الدین کزازی، کزاز که نمیشه بگیم، کزاز یه مرضه، کزازی از این موضوع گفت که چرا و از چه زمانی به این شکل سخن میگوید. پارسی سره با تأکید بر استفاده از واژه‌های پارسی و نوشته دوری از واژه‌های غیر ایرانی. میاد اینجا صحبتشون، مصاحبهشون از اینجا شروع میشه. نوشته ایسنا میپرسه چیزی که در شخصیت شما ویژه هست و برای همه جالب توجه هست، نوع حرف زدن شما و این نوع فارسی مورد استفاده تان است. آیا اتفاقی افتاد که به این نتیجه رسیدید و تصمیم گرفتید به این شیوه حرف بزنید، و یا پروسه، حالا خود کلمه پروسه خارجیه، اتفاق عربیه، زمانی طی شد که شما به این سمت بروید و به این شیوه گفتار و بیان برسید؟ کزازی میگه که کمابیش 2 دهه پیش من بر آن سر افتادم که این شیوه را در گفتار و نوشتار به کار ببرم،
انگیزه‌ای ویژه که بتوانم بران انگشت بنهم در کار نبود. انگیزه بنیادین من که هنوز هم مرا وا می دارد این شیوه را به کار ببرم این بود که به زبان پارسی یاری برسانم، یا به کار بردن و در پیش نهادن و به نمود آوردن نقضی ها، نازکی ها، زیبایی ها، توانمندی های این زبان، چون زبان پارسی زبانی است که خود به روشنی و به رسایی شناساننده خیشتن است، گواه والایی، زیبایی، دلربایی. آقا همه فکر میکنن زبانشون قشنگه، همه فکر میکنن زبانهای دیگه برای گوش خیلی خوب نیست. اینه که فرانسویه فکر میکنه زبانش زبان عشقه، اون یکی فکر میکنه زبانش زمدنم زبان فلانه. در هر صورت ایسنا میپرسه چه مدت طول کشید که شما به این شیوه از بیان رسیدید؟ کنزازی میگه راست این است که زمانی چندان به درازا نکشید، شاید از این رو که من از پیش آن مایه و توان را برای کاری چنین در خود نهفته میداشتم. گنجینه ناب و نژاده پارسی در یاد من، یا اگر بخواهم روشنتر بگویم در نهاد من، آنچنان بود که در آن زمان که میخواستم آنها را به کار بگیرم با دشواری روبرو نشدم. خلاصه ایشون میاد و اینها، بعد این آقا یا خانم مصاحبه‌گر ازش میپرسه خب حالا که شما اینجوری صحبت میکنی فکر نمیکنی فاصله میفته بین شما با دیگران و اینجوری اینا؟ بعد ایشون میگه که نه خب دیگران هم یواش یواش میان و خب امیدواریم سن شما قد بده آقای دکتر تا اون موقع. بعد میگه که این جالبه، ایسنا میگه شما برای هر واژه چند مترادف به کار میبرید و شمرده حرف میزنید، این شیوه همیشه است؟ آقای کزازی میگه درصد واژگان در کارکردهای گوناگون زبانی اندک و بسیار میشود. پیداست زمانی که شما میروید نانی بستانید یا از نانوا با میوه از میوه فروش بخرید این شیوه را به کار نمیبرید، اما آن نانوا و میوه فروش هم پس از چندی بیگمان با خود خواهند اندیشید که این زبان، زبانی که من از آن بهره دارم برای این که بگویم نانی به من بده یا این خیارها را بکش و به من بده با آنچه دیگران میگویند یکسان نیست. شما همینجا گوش کنید، میگه اولا من اگه میرم نونوایی و میوه فروشی که اینجوری حرف نمیزنم. بلا فاصله خودش میگه ولی اون نانوایی و میوه فروشی فکر میکنه که این داره اینجوری حرف میزنه. خب اگه شما اینجوری حرف نمیزنی به اون، پس شما دو تا زبان داری، برای خانوادت یه زبان داری، برای خارج یه زبان داری، برای دوستان فریختت یه زبان داری، برای دوستان غیر فریختت و عامی چهار تا زبان داری. آقا تو رو خدا، به قول آمریکایی‌ها گیم می بریک. خلاصه میاد آخرش که اینا میگن آقا دنیا داره میره به این سمت و سو که همه یه صحبت داشته باشیم، همه یه زبان صحبت کنیم که دنیا هم دیگر رو بفهمه. الان این تلفونا شما میتونید روش بذارید اون اپی که هر چاینیزی اگه حرف بزنه من بگیرم جلوش چاینیز بگه من گوش کنم انگلیسی، اون وقت اینا میخوان من و شما فارسی هم دیگر رو نفهمیم. دوستی برای من نوشته آقای سوربی شما که اینقدر دانشمندید و اینا وقتی هندونه میذارن زیر بغلت میخوان خیلی گنده بشی بعد بار بذارن رود، خودتو بزرگ ببینی بعد بار بنذارن رود گمرتو بشکنه. بیا چرا نوشتی دو بعد از ظهر، بنویس دو پس از نیم روز. گفتم آقا قربونت برم، همه آقای هومر آبرامیان و دیگران پارسی صحبت میکنن بستمونه، بذار من همین زبانی که بلدم 10 سال 15 سال 20 سال 2 روز چقدر دیگه زنده هستم اجازه بده همینو صحبت کنم که من میگم شما هم میفهمی. دیگه نمیخواد بنویسم پس از نیم روز، بعد بنویسم دو بعد از ظهر ترجمهش، بعد بنویسم پسانگاه، پس از غروب، پس از مغرب، پیشش بود. ای داده بیدم. در این مورد اگر کسی از شما مایل هستید صحبت کنید ما منتظر شما هستیم. این آقا، همین آقای استاد کرمانشاهی کزازی، دیدار با میر جلال الدین کزازی، یه جاش میگه که همین فرانسوی ها رو شما نگاه کن، در قانون اساسیش نوشته شما اگر به زبان دیگری صحبت بکنید یک گناه کبیره. من اولا نمیدونم قانون اساسی فرانسه همچین چیزی رو گفته، دوما
آقا بی خود نیست، تمام دنیا از این فرانسوی ها بدشون میاد. من جمله خود من رفتم اونجا به طرف میگم آقا تو که بلدی، مسافرها اینجا هستن، انگلیسی صحبت کن. مگه تو مدرسه بهتون انگلیسی یاد نمیدن؟ ما دو تا زبان، سه تا زبان من یادمه. ما مدیرمون چون آلمانی بود، آقای اکبر نوبختیان، توی هنرستان به ما اجازه میداد که زبان دوممون یا انگلیسی باشه یا آلمانی یا هر دو رو یاد بگیریم. به همین خاطر دو تا کلمه یاد گرفتیم که وقتی پامون از ایران گذاشتیم بیرون تونستیم یه آی ام بلک بوردی بگیم که البته قربونش برم، میرسی آلمان میگی ویر ایز فلانی، هو ایز فلانی، همه چی قاطیه، برعکس با اونجا اینه. حالا این آقا میگه که این بله فرانسویه، میگه که بله ما هم دو تا زبون میخونیم، خیلی هم فکر میکنه که اسمارت فلان بوده، میگه ما دو تا زبون میخونیم. میگم چیه؟ میگه فرنچ اند فرنچ. میگم بی خود نیست، مردم دنیا شما رو به عنوان هخنازه، هخنازه این آدمای آلمانی رو میگن، اونایی که فیس و افاده دارن، اینجا میگن اسناب دماغ. ما چی بهشون میگیم؟ اینایی که از فلان جای فیل افتادن. در هر صورت اینم از ماجرای این آقا، گفتگوی آزاده شمس، ساره دستاران، انتهای پیام. بله بذارید من بینم داستان زبان پیچتر از آن که ما رو بذار آخرین پاراگرافش رو براتون بخونم. میگه که میخوام اونجا که ناراجع به فرانسه نوشته، میگه اگر آماج زبان تنها دریافت شدن بود، در بسیاری از زبانها برای وام واژه‌ها واژه‌های بومی پدید نمی آوردن. داستان زبان پیچیده تر از آن است که ما آن را تنها به یکی از کارکردهای آن باز ببندیم و بگوییم اگر به آن دست یافتیم زبان کار خودش را انجام داده. چنین نیست، آن هم در زبانی مانند زبان پارسی با این توانمندی شگفت‌آور در واژه‌سازی و پیشینه فرهنگی و ادبی، دریغی است دردانگیز که در پی ناپروایی ما آسیب ببندد. در سخنی که بازتابی گسترده هم یافت چند سال پیش گفتم که اگر روزگاری زبان پارسی از میان برود، گونه فاجعه فرهنگی سونامی سخن رخ داده است. نه تنها ایرانیان به سوک خواهند نشست، به درد خواهند گریست. هر فرخته، دانادل، هنردوست، زیباپرست و اندیشمند در هر گوشه گیتی اندوهگین خواهد بود، زیرا یکی از گران سنگ ترین گنجینه های جهان بدین سان از میان رفته است. آقا ولمون کن، اولا که پارسی قرار نیست از بین بره، دوما صدها زبان در طی سالها آمدند و رفتند و از بین رفتند، هیچ کم اصلا بلد نیست کجا به کجا. ولمون کن، برید به زندگیتون برسید، برید به بدبختیتون برسید، برید ببینید بدبختیتون چیه، اونها رو قدم به قدم درست کنید. اینم از این ماجرا. خب بریم سراغ ایمیل های دیگه که براتون نگه داشتم. سعی میکنم روزایی که مهمون دارم، آقای مصطفی زاده لطف کرده بودن وقتی ما جویای حالشون شده بودم، یه دوستی سوال کرده بود آقا چی شد، آقای مصطفی زاده مثل فولادوند رفت ایران، حالا منظورش این بود که لابد گرفتنش فلان. نه، آقای مصطفی زاده هر چی فوش بلد بود توی زبان فارسی که من میفهمم تو این نوشته بود که اون فلان فلان شده که اینو گفته، اون فلان فلان شده که اینو گفته. آقا اصلا ما غلط کردیم. آمریکایی‌ها میگن بابا نامه رسون رو، اگه نامه آورده که مثلا پدرت فوت شد، نامه رسون رو از بین نبر، don't kill the messenger، اونی که پیام داده و اینها برو دنبالش. بعدم شما اینجوری که با این همه محبت صحبت کردی، من جرئت نمیکنم با اون طرف بگم آقا دوباره زنگ بزن با خود آقای مصطفی زاده مستقیما صحبت کن. آقای شایان کاویانی غیب شده، آقای فولادوند غیب شده، آقای حقا خودش غیب شده. ایشون سوال کرد آیا آقای مصطفی زاده مثل اینها غیب شده یا غیب خود، مثلا آقای حقا خودش خواسته غیب بشه. فعلا پولایی که از دولت‌های اروپایی میگیره، ماشاءالله 9 تا بچه داره، 2 تا نوه داره، خودش برای من تعریف میکرد. گفتم تو دفتر سوشال سرویس، گفتم من برگشتم اروپا، گفتن اوکی خوش آمدید، از ماه آینده اینقدر میگیریم، ضمناً به همسرتم بگو بیاد، اونم بیاد پول بگیری. گفت من همسر ندارم. گفتم پس برگرد بیا، بیشتر بهت میدیم چون تنها زندگی میکنی. خب مگه این مرض داره بره ایران وقتی تو اروپا اینجوری بهش پول میدن؟
وقتی طرف احمق میبردش خونه، این میخواست هم رو خودش بپره هم رو دختراش بپره. یه عمرم که اینجا با اردشیر زاهدی و با این و اون از سواری و تنیس سواری و تنیس بازی و استخر و فلان اینا بوده، اینا حاضر نیستن یه روز برن ایران. حالا در هر صورت آقا من از شما از طرف ایشون عذر میخوام، ولی آقای مصطفی زاده این همه فوش و فضیحت برای اینکه یه نفر سوال کرده احوال شما رو پرسیده، به نظر من به اصطلاح دور از انصاف بود. البته هر کسی انصافش به وجدان خودش بستگی داره. اینه که یه معیار ما نداریم بگیم انصاف دو متره، دو سانته، بر اساس معیار. مثلا دیدی یه نفر میبینی مثل من یه کشیدی بهش بزنن دو ساعت گریه میکنه، یه نفر میبینی زجرش بدن، شکنجهش بدن، ساعتها صداش در نمیاد. پس این تحملم همون مثل انصاف، مثل چی بگم، اینها بستگی داره به آدمای مختلف، معیارش فرق میکنه. خب و اما برای همین آقایی که پارسی رو میخواد پارس نگه داره و فلان کنه اینها، از روی وبسایتش براش یه ایمیل نوشتن برگشته نشته اصلا این کار نمیکنه. وبسایت داره به نام میر جلادین اد کزازیه، پس درست گفتم، کزاز نیست، kazazi.com. شما دوست عزیز در قرن 21 دکتر مملکت ما یه ایمیلی رو نداری که وقتی یه چی می‌نویسی مردم بتونن باها تماس برقرار کنن، ایمیلی که مجانیه. اون وقت شما میخوای حالا بری واژه ها رو از این بکشی بیرون، وقت واژه هم نداری که جاش بذاری، هی باید تو پرانتز اونو بنویسی. کارمون خیلی خرابه، هر جا میرم میبینم خیلی خرابه. بله، مردی که پارسی حرف میزند. خب آقای بهمن بیگ رو حتما میشناسه، چون ایشون من هر وقت صحبت میکنم بعدش میگه آقای صبح خیلی ممنون از تبلیغ مجانی که برای من میکنی. یه دفعه به من گفت آقا من همه الان 100 دلار میفرستم، اینم طبق حرفای دیگه‌اش هیچ وقت نفرستم. مهم نیست، ما اینقدر از این 100 دلارا قرار بوده تو را بیاد نرسیده که دیگه عادت کرد. امروز صبح ساعت 10:49 بابا، اون موقع صبح زود بوده، ایشون از خواب بیدار شده، مثل ما کارگران نیست ساعت 5 بلند شد، 10:49 یه ایمیلی فرستادن. من برای شما دوستان این رو میخونم، حالا برای که فکر نکنید این سربی عجب آدم پدر سوخته ای ها دروغ میگه، اصلا مگه میشه کسی یه ایمیل اینجوری بفرسته؟ من اصلا ایمیل رو خط خود ایشون که نیست، خط کامپیوتریه، براتون نشون میدم. ببینید بهمن بیگ، اینم اینجا، یعنی دیگه ثبت با سند، اون وقتا میگه کپی با اصل برابر است، محضر شماره فلان. این بفرمایید آدرس به ایمیلشون بهمن بیگ، این ساعتش نوشته والاترین چیز در جهان آزادی آدمی است. مثل اینکه تا صبح ساعت 10:48 من و شما نمیدونستیم. آزادی والاتر از خوراک و نوشاک و پوشاک، والاتر از زر و سیم و خانه، والاتر از هنر و دانش، والاتر از همه دین ها هست. ما سخنان زیادی را از شما دینکاران شنیده ایم، ما به سخنان پوچ و بیمایه و گیج کننده شما گوش داده ایم، ما نامه های آسمانی شما را که بهترین برایند اندیشه های شما است بررسی کرده ایم، ما نماز و نیایش های شما را شنیده و با آمین ها و یا رب العالمین های شما گوش داده ایم. همه اینها روی هفته روی هم رفته از هیچ هم کمترند. ما دیگه ندیدیم که تو ریاضی بله میشه بگیم منها یک از مثلا زیرو کمتره. ما از شما تنها یک سخن خردپذیر میخواهیم، ما درب نیایشگاه های شما را میکوبیم و اگر یک سخن شایان پذیرش به ما بدهید در گرامی داشت شما کلا از سرمان برخواهیم داشت. رستگاری از راه بردگی سخن یاوهی بیش نیست تا زمانی که می باورید که نامه های دینی از آسمان آمدن. دوستان شما چیزی فهمیدید؟ این ایمیل اینجوری آبین تموم شده، فکر نکنید که یه چیز دیگه داشته. این ایمیل اولین روز هفته کاری آقای بهمن بیگ از شرق آمریکا. شما فهمیدید ایشون چی گفت؟ من تنها چیزی که سوال دارم اینه که اولا ایشون وقتی میگه ما، منظورش از ما کیه؟ اگر شماها شروع کنید هی به خودتون بگید ما، اون وقت میشین مثل جوکی که برای شاه ساخته بودن، میگو ما خاندان جلیل سلطنت، ما بر این شدیم فلان، جوک ساخته بودن.
میگه فرح خوابیده بود، ایشون آمد در اتاق خواب در زد، گفت کیه؟ گفت ما هستیم. گفت یکی یکی بیاین داخل، نکنید این کارو، شما کی هستی؟ بگو آقا من. بعدم شما رفتی اینا رو خوندی؟ خب چرا رفتی اینا رو خوندی؟ چرا رفتی دنبال اینا؟ چرا رفتی پای منبر اینا نشستی؟ شما هم شدی مثل آقای فاضلی، خوب رفتی دنبالشون تا اون موقعی که اونجوری احترام پیدا میکردن. سر گذر جاهل، بچه فلان آخونده، فاضلی ها فامیلشون آخونده دیگه. بعدن که دیدن نه آقا نون از این وری میاد، نون رو به نرخ روز از این وریش کردن. ما کیه آقای بهمن بیگ؟ ما بعد حالا شما از همینا که اینقدر پدر سوخته هستن میخواین بیان درش چیکار کنی؟ درتون رو بکوبن یا شما در اونا رو بکوبی که چی بشه؟ جملت هم که مثل خودت، مثل خب یه چیز دیگه بهتون نشون بدم که من نمیدونم این سازمان Organization of Iranian American Community کسی میدونه این به کجا بستگی داره یا مال کجاست؟ چون اولا زیر نامه وقتی اینجوری می‌نویسید باید ایمیل آدرس وبسایتتون اینا باشه، که نیست. ببینید نیست. ولی چون oiac.org بود، من رفتم oiac.org رو زدم، طبق معمول چی بود؟ oiac.org. ببینم همینه. بله، بذارید براتون نشون بدم. دوستان ببینید وبسایت های این دوستانی که فعال سیاسی هستن. اونی که پارسی میخواست من شما صحبت کنیم و دکتر دانشگاه ایران هست، بله اینجا ببینید چی شد، رفت صفحه. بله من براتون میارم اینجا فعلا. خب توی آمریکا رسمه از روزی که این وبسایت و اینها درست شده، طرف راجع به خودش، راجع به سازمانش مینویسه. مثلا شما میری تو تلویزیون مردم، نوشته سربی بی کله ترین گوینده تلویزیون، کسی که سال 1989 آمد گفت نه رضا پهلوی قابل احترامه، نه خانوادهش، نه خمینی، نه خدا، هیچ کس قابل احترام نیست، همه رو زیر سوال ببرید، مقدس نیست. اوکی؟ بله اینجا که من خانم شیرین نریمانو دیدم فهمیدم این شرکت سازمان مجاهدینه به اسمای مختلف. حالا about، وقتی شما میگی about باید بگی که ما کی هستیم، هدفمون چیه. شما میرید هر چی میخونید نمیفهمید اینا کیان، تا تو عکساشون یه جوری لو برن. ببینید از این چیزای زردی که پوشیدن باز توی جلسات میان، معلومه که اینها مجاهدین هستن. بذارید بهتون نشون بدم. ضمناً من شنیدم که خانم شیرین نریمان و آقای فیلابی و آقای رضا پهلوی گویا در یک هواپیما رفتن فرانسه. چقدر این خبر درسته نمیدونم، شما اگر میدونید به من خبر بدید. من از آقای بهرام آبتین پرسیدم که دوستان از شما میپرسن که برنامه هاتون به چه منوال و به چه روالی هست، ایشون نوشته که مطابق همان روال برنامه این چهارشنبه هم لینکش رو براتون میفرستم. فقط میکر من تو کامپیوتر گم شده، هرچی گشتم پیداش نکردم که اون 4 دقیقه را درست کنم. بله ایشون، خب حالا ایشون یه عیبی اشکالی پیدا شده، ما باید این عیب و اشکال به دیگران بگیم که اونها اگه مشکل رو دارن برطرف کنه. دوستان شما اگر از اسکایپ استفاده میکنید بعد یه برنامه دیگه ای دارید که میخواییم باهاش ضبط کنید، یا شما باید یه دستگاهی داشته باشید که اون رو سپلیت کنه، قسمت کنه یه دوربینتون رو، یا دو تا دوربین باید داشته باشین، یه دونه برای اسکایپ، یه دونه برای ویندو انکودر، یه دونه برای یه چیز دیگه که ضبط میکنید. به خاطر همینه که شما وقتی میرید توی استودیوهای فیلم برداری و اینها تلویزیون میبینید 100 تا چیز گذاشتن، این دوربین اون دوربین اینجوری، که الان همه اینها از بین رفته. منی که اینجا نشستم این پروگرامی که دارم 100 تا از این گجت ها رو 100 تا وصل میکنه با یک کامپیوتر با یک ماوس، و یک نفر میتونه همه اینا رو کنترل کنه. اتفاقا اگه 2 نفر بشه خرابش میکنه، چون این دست میزنه اون از اون ور خراب میکنه.
گرچه میشه اگه یه جایی این چیزای صفحه‌های مانیتور خیلی بزرگ باشه، مثلا چند تاشو اون درست میکنه، چند قسمتشو این، و چون اونها تو گوششون کارگردان فنی بهشون میگه مثلا دوربین 3 کات نمیدونم این چیزا، اونا رو انجام میده. آقای آپتین وقتی که با مشکل روبرو شده بود، من بهش گفتم فکر کنم اون کامپیوتری که داشتی باهاش ضبط میکردی اسکایپ شما روشن بوده و اسکایپ مثل آخوندا این دوربین شما رو مصادره کرده بوده، و وقتی اون مصادره میکنه مگه الان به این سادگی میشه پسش بدی؟ دیروز یه چیز جالب دیدم، دیدم این آقای منوچهر معتمر تو تلویزیون آقای حمید احمدی بود، اینجا یه دمای آگهی گذاشت، بعد گفت نه الان دیگه تو تلویزیون ها نیستم و اینا. ببینید این بیچاره ها مجبورن دروغ بگن. اگه یادتون باشه منوچهر معتمر کسی بود که آمد تو تلویزیون های اینجا گفت آقای رفسنجانی قاتل، اینا تو آرژانتین آدم کشتن، تو فلانجا این کار کردن اون کار کردن. دید آقا دیگه کسی برای این کارا پول خرج نمیکنه. الان رفته یه دفتری زده، این دفتر وکالت میاد به شما میگه خونتون مصادره شده، شما میگی بله، میگه خونت چنه، میگه والله اون موقع مثلا 300 هزار تومان بود، میگه نه آقا الان 3 میلیارد فلانه، میگه خب چیکار کنم، میگه من برات میگیرم یه سومش من برمیدارم. این رسم کارهای وکالت اینجاست. دیروز دیدم تو تلویزیون ICC دوستمون آقای حمید احمدی هست، بعضی از این تلویزیون ها خودشون یه جوری نگه میدارن که پا رو دم جمهوری اسلامی نذارن. بیچاره ما اینجا به اون میگن مأمور جمهوری اسلامی، هر وقت هم یه بیزینسی از یکی میخوایم که در رابطه با جمهوری اسلامیه، اون طرف میگه نه آقا میدونی شما به بهایا برنامه دادی، آخونده با شما بدن. میگن والا ما شدیم چوب دو سر طلا. یه نفر یه کاغذ بنویسه به ما بگه ما کمونیستیم، تروریستیم، مجاهدیم، جمهوری اسلامی هستیم، FBI هستیم، چی هستیم؟ چون همون نشریه جمهوری اسلامی هم برمیداره مینسه این تلویزیون مردم نمیدونم وطن فروش، ای بر پدرتون لعنت، بر پدر همتون لعنت، که منطق رفته از وجودتون و فقط تهمت و تهدید و توهین مانده. میگم این دوستون میگه آقا من از قیافه این خوشم نمیام. میگم آقا قیافه‌شو که نمیتونه بره برای تو تغییر بده و نمیخواد که باهات ازدواج کنه که تو بگی بابا جون مثلا من از قیافه این خوشم نمیاد، بریم خونه اونوری خواستگاری. این تو آتلانتا نشسته کار خودش انجام میده، چی کار به تو داره اونور دنیا؟ کارمون خرابه. ممنون از یکایک شما دوستان. ساعت 2:57 دقیقه است و ببینیم که چه خواهد شد. بله من اون رو درست میکنم آقای آپتین، و تا چهارشنبه ما فردا فعلا وقت داریم، تا چهارشنبه اون رو برای دوستان باز میاریم تا اونها هم بتونن به سر موقع ببینن. خب خبرنامه وبسایت آسمان دیلی نیوز رو اجازه بدید که فعلا امروز کاری به کارش نداشته باشیم، ولی آقای منوچهر رزمارا چون الان ساعت 3 آقای بابک هروی با ما خواهند بود، باز برای من امروز یا دیشب ساعت 1 بعد از نصف شب نوشتن که جناب سوربی با دانستن اینکه دشمنی و خصومت جناب عالی در مورد زنده یاد بختیار و من علل دیگری دارد، آقای دکتر شما دکتر مملکت ما هستید. حالا بگذاریم از اون که اون آقای قاسمی میگه شما قبله نما بردی داری به خمینی، شما باید با منطق سو، من که شما رو تو زندگیم نمیشناختم، هنوزم نمیشناسم، چه دشمنی ممکنه با شما داشته باشه؟ شما خودت با صحبتهای خودت برای ما پرسش درست کردی. اولا که یه 3 سالی زیرابی میرفتی نمیگفتی من در کدام قصر در کدام کشور بودم. بعدن که ما با زیرکی ازت کشیدیم شما میگی من در عربستان سعودی بودم. خب آقا در عربستان سعودی شما به نخست وزیر نگفتی آقا یک بختیار من بیام اونجا چه کار؟ عربستان سعودی با منی که حکومت برانداخته شده و فلان میخواد چه کار کنه؟ بعد که رفتید اونجا صبحونه خوردید کیفای سامسونتتون رو پرپول کردن، نگفتی آقای بختیار چرا اینا به ما پول نقد میدن؟ من دکتر مملکت ایرانم، من وزیر شما هستم، این توهینه به من. مگه من قاچاقچی ساعت فروش رولکسم؟ مگه من مواد مخدر میفروشم؟ مگه من خانم جابجا میکنم برای این عربا که اینا پول اینجوری میدن میخوان حسابشون جایی نباشه؟ خب آقای رزمارا دهن ما رو باز نکن،
بری باش این آقا پولا رو بردی خوردی برای بچه ها درست کردی، بری دنبال زندگیت مثل آقای جمشید آموزگار همشهری من، هیچ جا نمیبینیش. شماها به غیر از اینکه اون کارا رو انجام دادید رفتید دنبال کارتون اینا، حالا یک کر میام تو وجودتونه میخوان جلو دوربین باشید. خب جلو دوربین که میای که همه اولاغ نیستن، همه خر نیستن که حرف شما رو قبول کنن. یه نفر سوال میکنه آقا رفتی اونجا چه کار؟ بابک عربی هم میره دنبالش میاره میگه آقا اینا که رفتن اونجا برای این بوده. ماجرای سه تا جزیره آقای بختیار گفته جزیره مال ما نبوده، به شما میدیم. این سه تا جزیره آقای بختیار رفته عراق، اونجا به صدام حسین گفته شما جنگو که چیز کنی و فلان اینا، شما بیا خوزستان، بعد خوزستان مال شما. این چیزیه که ما شنیدیم، شما میگی نیست. بیا به من بگو اون 5 روز آقای بختیار کجا بوده. خودتون درست میگید، خودتونم اینجوری چیز میکنید. خب طالبان اتک افغانستان پارلمان، دید یو تاک اباوت دیس؟ نه خبر نمیذارم که ما فعلا تو پارسی صحبت کردن و تو قانون اساسی قبل از دولت و توی سالای بختیار و رزمارا موندی. طالبان اتک آن افغانستان پارلمان ان کابل اینز. بله این کابل اینز یعنی چی؟ تای کابل. ساعت 3 بعد از ظهر بریم آگهی ها رو ببینیم برگردیم. من تو این فاصله اینو نگاه میکنم و پیام بذار سعید، پیام بذار یه خبری رو بگی تو من بتونم پخشش کنم. در اصل ممنونم از همه شما دوستان عزیز، با ما باشید. بعد از یه دقیقه یه تبلیغ ما داریم، یه تبلیغ مال جهان تورز بود که بهتون نشون دادم. میریم با بابک هروی از کالیفرنیا با هم باشیم. مرسی. دفتر حقوقی لطیف زمانی، کارهای حقوقی خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید. لطیف زمانی بهترین مشاور و همراه شما. ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری طبق قوانین و مقررات انگلستان. پذیرش نمایندگی برای شرکت‌ها و مؤسسات تجاری از هر نقطه جهان. اخذ ویزای دانشجویی، تنظیم قراردادهای تجاری، رفع مشکلات اعتباری، دریافت ویزای سرمایه‌گذاری و تجاری، تهیه و ارسال اقلام مورد نیاز شرکت‌ها و مؤسسات تجاری طبق مقررات انگلستان. موبایل 0795821111. لطیف زمانی غیر ممکن را ممکن می‌سازد. رحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. من محمد مجید ابراهیمی اعزامی از شیراز. من سید حسین اسراری اعزامی از شیراز. این جانب عباس کمالی اعزامی از شیراز. این جانب منصور شریفی هستم اعزامی از شیراز. این جانب سبزعلی سفری اعزامی از شیراز. این بنده اغیر حبیب طاهری اعزامی از شیراز. بنده محمد کاظم هاشمی‌پور اعزامی از شیراز. من اسماعیل بعدی شیرازی اعزامی از شیراز. بنده محمد حسین مجاب اعزامی از شیراز. عبدالمجید کاظمی اعزامی از شیراز. بنده عبدالله فاتحی اعزامی از شیراز. این جانب احمد اجدری اعزامی از شیراز. من علی اصغر اسماعیل اعزامی از شیراز. من امان الله رحیمی اعزامی از شیراز. با یه سری از برادران رزمنده دیگه اومدیم که در راه خدا آموزش ببینیم و کشور عزیزمون از لوس دشمن. دوستان عزیز سلام، مجدد خدمت شما. ممنونم که هنوز هم با ما هستید. الوعد وفا با آقای بابک عربی هستیم. هفته پیش من رو کچل کردید که آقا چهارشنبه ها، گفتم بابا جون قرار نبود هر چهارشنبه، ولی به دلیل اینکه آقای نصر احمدی فقط روزای چهارشنبه ها اویلیبل هستن، معمولا توی خانواده اینجوره، شما از اونی که خودی تره خواهش میکنی که آقا امروز کم خوراک کن، امروز صندلی تو بده به من. یادم توی مهمونی یکی از دوستان به من گفت آقای سلیمان از شما دلخورم. گفتم چرا؟ گفت برای همه لیوان سرد آوردی، برای آبجو برای من نیاوردی. گفتم تو خودی هستی، جلو اونها باید آبرو منو حفظ میکردی. در هر صورت بابک اینجاست دوستان، در رابطه با آقای بختیار، در رابطه با سه جزیره ایرانی و در رابطه با پولها
و اینکه چرا 5 سال بعد از حکومت اسلامی وزیر و وزیرا و نخست وزیر دوره شاه بلند میشن میرن کشورهای عربی، که فعلا یکی شما فهمیدیم که عربستان سعودی بوده، یکی شما فهمیدیم که پولهای هنگفتی بنا به گفته آقای رزمارا به اینها دادن توی ساک، که من آقای بابک روی اگر شما قبلا متوجه نشدید به مردم گفتم معمولا وقتی پول نقد کش هست تو تلویزیون مثلا قاچاقچی رو که میگیرن پولا رو میذارن، یعنی یکی از جرما اینه که این طرف پول نقد داره میخواد هم سر دولت کلا بذاره، هم این پول غیر قانونیه، هم اونی که اون پول داده به این پول کثیفه. حالا این دوستان رفتن با شهامت و شجاعت این پول رو گرفتن خرج کردن، یکی میگه آقا این برای بچه‌ش رو نمیدونم برای خودش این کارا رو کرده فلان بیسار، حالا اومدن طلبکار ما هم شدن. آقای رزمارا براتون فرستادم، به من میگه که حالا فهمیدم که شما به من و بختیار خصومت داری. میگم آقا من شما رو اصلا نمی چی بود همچین خورد به چشمت مثل آخ چشم. من ساکت میشم. دوستان عزیز، این شما، این آقای بابک هروی از کالیفرنیا، وبسایت خبربین.com متعلق به ایشون هست، مؤسس و مدیرش، برید ببینید، با ایشون در تماس باشید. فیسبوک بسیار فعالی داره. با هم بریم بشینیم پای صحبت ایشون در رابطه با این ماجرای شاپور بختیار، که شخص خوبی بوده، نمیدونم چجوری به قدرت که رسید، اونم اینجوری ورقای کتاب سیاه از آب در اومده. بفرمایید. با سلام و درود خدمت شما آقای سربی و بینندگان عزیز مردم تیوی، قربون همشونم میرم، عزیزترین عزیزا هستن، فرهیخته ترین فرهیختگان هستن، حتی اگر با من مخالف باشن. چرا؟ چون نیامدم در رودخانه منجلاب رژیم از نظر خبری غرقشم، اومدن یه آلترناتیو درست بده کردن. من بهشون تبریک میگم. در حال میریم بر سر اصل مطلب. این آقای رزمارا، ببینید، یه سری آدم ها هستن که خب یه مقداری توجدانی دارن، موقعی که بهشون میگه آقا جان فلان کار اشتباه بوده، ممکن حالا جلو جیب رو واقعا بکنه، ایتس اوکی، ولی بعد میره پشت فکر میکنه، میگه حالا بعد هم نگفته، و بدون اینکه حتی به شما بگه میبینید اون در این کارش یه جوری اصلاح شد. بسیار عالی، من تا این حد رو هم قبول دارم که میگم حداقل ممکن. اما بعضی ها هستن موقعی که بهشون ایراد هم نکنید، سوال بکنید، فقط سوال کردن کافیه، به جای جواب انگست و نفرین که شما بازپس خواهید بود، مثل آقای رزمارا. بله، این آقای رزمارا از سبب خدمت شما که جناب شربی فرمودن عربستان رو اعتراف کردن، من اعترافشون رو در مورد کویت چی میدم، کشور دیگه که احتمال قریب به یقین میدم امارات متحده عربیه، که ایشون پول گرفتن و بختیار پول گرفته، شاپور خان. اما اون موقع شاپور خان خب از تکنولوژی اطلاعی نداشته و عمرن هم فکر نمی کرده که در سال 2000 یک پدیده به نام اینترنت به عنوان جامع جمع واقعی عمل کنه که تمام اطلاعات رو پخش کنه، بالاخره چیزا در آمده. بابا کی به کیه؟ میریم این شهر حرف خودمون رو میزنی؟ به قول معروف چیز در غریبی و بازار مسکرها. حالا بمان لاف در غریبی و چیز در بازار مسکر. کار شاپور خانم همین، میخواسته بره پول بگیره حوزه کشورهای عربی و میرفته اونجا وطن فروشی. بله خانم ماندانا، میدونم الان گوشی رو برمیدارید میگید که چرا پشت سر مرده حرف میزنی، مرده رو تو گور نلرزون، چه میدونم این رو به اون رو شد، کفنش رو دهنش گیر کرد و و و و و. اما خانم عزیز، یک سری انسان ها هستن چی میگن در انگلیسی، میگن public person، یا اشخاصی هستن که متعلق به مردم هستن، مثل نخست وزیر، مثل وزیر، شخصیت های معروف و شناخته شده،
بله بله، من فقط دارم یه سری مثال میدم که اگر با واژه انگلیسی آشنایی نباشه همین. و اینکه اینها مرده و زنده شون رو باید در گور لرزون. ببینید چرا؟ چون موقعی که آقای بختیار میاد میگه این پول، در کتاب مرغ طوفانش نوشته، چه اسمی هم گذاشته واسه این کتاب، یعنی واقعا مثلا اسم کتاب میذاره فراری بهتر یا پینوکیو بگذاری، ولی اومده تو کتاب مرغ طوفانش نوشته که این پول بر ذمه ملت ایران است. همینجا نگه دارید خانم عزیز، خانم ماندانای عزیز، اگر این حرف را آقای بختیار نمیزد خواهی نداشتم من. آقا زرنگ بوده، زبل بوده، رفته ساخته، ادیوس دگر رو باش گبت. اون موقع هم کار داشتم. ولی موقعی که میگه بر ذمه ملت ایران هست، یعنی خانم بر ذمه شما و فرزندان شما و فرزندان فرزندان شماست. پولی که خرج ملت ایران نشده که هیچ، خرج وطن فروشی شده. حالا چرا خرج؟ جناب صحبی میخواستم خواهش کنم اون صفحه اول روزنامه رو فقط شما یه مدت کوتاهی به اکران بذارید، من ساکت شم دوستان فقط نگاه کنم. این السیاسیه السیاسه یا السیاسه؟ بله بله، السیاسه یک روزنامه کویتی هست. بذارید من اندازش رو درست که این آرشیوش هم هست، هر کس لینکش رو خواست بنده تقدیم میکنم. در کنگره آمریکا هم این روزنامه وجود داره، شما میتونید برید عین همین کپی رو ببینید. عرض شود خدمتتون که این روزنامه آمده با آقای شاپورخان مصاحبه کرد، عکس شاپورخان هم صفحه اول نوشته، بالاش هم نوشته که نوکرمان شاه. بالا چی؟ عربی نوشته. نوشته چی بابک جان؟ جان؟ بالاش نوشته چی؟ نوشته که نخست وزیر زمان شاه، شاپور بختیار شاپور هم نوشته. آره اینجا نوشته مال آخر رئیس وزرا. بله رئیس وزرا. بله رئیس الوزرا فل شاه. بله فل عقد شاه. اوکی. بله که مال زمان شاه باشه. و این مصاحبه رو آقای بختیار در کویت، نه آقای رزمارا، نه اون ابله فیسبوکی سرزمین کهن. آره دیدم داشت به شما فحش و فضیحت. بله بله آقا اصلا جواب سوال ما فحشه، یعنی دعوا کوچیکشون قتل، عرق خوریشون با سکله، کمتر نده. ما حرف که بزنیم باید دهان گاله ما رو با سرک پرکنیم. حالا برگردیم با سر اصل من. هر شبت که واسه شما ها دارم عرض میکنم که این روزنامه وجود داره، حقیقتیست که وجود داره. حالا میخوام بخشی از مطالب این روزنامه رو، ترجمه فارسیش رو براتون بخونم. این ترجمه رو من از دو منبع مختلف گرفتم، یعنی از یه نفرم نگرفتم که زبلی کنه طرف. حالا به هر دلیل ایشون میفرماین یقینا جزایر سگانه مال ما نیست و ممکن است در آنها و ممکن نیست در آنها ما زندگی کنیم. پس ببینید میگه یقینا ما نیست و ممکن نیست که ما در آنها زندگی کنیم. ببینید جمله اینجوری شد. بعد میگه برای چه در این مورد با همسایگانمون بجنگیم؟ بدون شک این کار دیوانگی است. عجب شاپورخان، یه گلی خورد نسی که شاپورخان بودم. حالا این سر باقیش. البته من اولین نخست وزیر ایرانی بودم که از فلسطینی ها درخواست کردم که نمایندگانشان را به ایران بفرستم. داد بر من. شما ها میدونستید ملت ایرانی رو؟ این گفته شخص خود آقای شاپور بختیار، گفته شخص ایشون که ایشون اولین نخست وزیر ایرانی بوده که از فلسطینی ها درخواست کرده نمایندگانشون رو به ایران بفرستن. و این کار بعد از 30 سال آسان نبود، مسلم نبود. آقای جبهه ضد ملی به همین دلیل از دمشق، گوش بدید، از دمشق و بغداد تبریک‌هایی برایم در این مورد فرستاده شد. این از روزی که آقای بختیار اومده رو کار، لب تو لب صدام حسین داشته. صدام حسینی که
تا آن تاریخ دو بار با ایران وارد جنگ شده بوده و صدام حسینی که از ایران و ایرانی متنفر بوده، چنان که در وصیت نامه خودش هم نوشته بود که فقط از عجم بترسید، نه ایرانی. بعد آقای بختیار میگه مردم ایران دو سال قبل در مورد سازمان آزادی بخش ببخشید مردم ایران مثل دو سال قبل در مورد سازمان آزادی بخش فلسطین فکر میکنن، پس باید واقع‌گرا باشه. من دفاع کردم و ضروری است راه حلی پیدا شود و هرگز نمیخواهم جاندارم خلیج باشم. خلیج فارس هم نمیگه. آقای رزمارا زنده ای؟ آقای رزمارا شنیدی؟ اون روزنامه رو میبینی؟ عینک دار، حاک کن، قشنگ پاک کن، درست نگاه کن. نکته اول میاد میگه من جزایر ایرانی مال ما نیست. خانم ماندانا توجه کنید، اگر بابک داره گلو جر میده به خاطر اینی که ما همین بوتا رو ساختیم که به این بدبختی افتادیم. اگر من و شما کتاب ولایت صفیح خمینی رو خونده بودیم هیچ وقت توی کشور را نمی افتادیم رو سری آتیش بزنیم وچه 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 نمی کردیم، ولی هیچ کس نخوانده. اما حالا که مرگ جمهوری اسلامی فرا رسیده بازبینی تاریخ لازمه. چرا؟ چون همون اشتباهات دوباره تکرار نشه، جبهه ضد ملی دوباره نیاد بگه آقا من دوستتون دارم، آی جبهه ضد ملی شما دو دفعه ایران رو به گاو دادید که دفعه آخر هم بیچاره کردید، کشور و ملت رو به همه تونم فرار کردید. اگر غیر از اینه بگید غیر از اینه، همه تون مرغان توفان شدید، پریدید. از ایشون میاد میگه جزایر مال ما نیست و ما حاضر به زندگی در آن نیستیم. این نکته اول. نکته دوم میگه من اولین دولتی هستم که با فلسطینی ها ارتباط برقرار کردم بعد از 30 سال و بهش افتخار میکنیم. میگه در این پس برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم که خمینی اینا رو آورد، اینجوری نبود، از دوره بختیار اومدن. دقیقاً. واو. دقیقاً قربونتون برم. خانه از پای بست ویران است، خاطر در بند نفس ویران است. داد بر من. حالا یارو تو گور نلرزه. بذار بلرزه. میدونی چند میلیون نفر در جنگ و اعدام ها کشته شدن به خاطر آقای بختیار همین حرکات ابلهانه شون؟ اتفاقا آقای هروی قبل از این که من و شما صحبت کنیم، چون آگهی تموم شده بود رفته بود رو اون فیلمی که از قواسا هست و جالب اینه که من یکی از فامیلامونه توی اونها دیدم. بله. و همون ماجرایی که حالا بعضی اگه نمیدونن بدونن، 175 تا قواس بعد از چند سال 20 و چند سال جنازه هاشون رو تازه هفته پیش مسکی آوردن دوباره تشییع کردن. البته اینا هم دلشون برای اونا نسوخته، اینا هم میخوان از این به اصطلاح معرکه نمایش به نفع خودشون استفاده کنن. حالا یا آقای رفسنجانی میخواد حریفشو بکوبه یا یکی دیگه میخواد اونو بکوبه، در هر صورت بله باید این تبریک بگیم به اونهایی که آخه جبهه ملی هم که ول کرد بختیار اینا، تبریک بگیم به اونایی که هنوز تبریک بگیم به اونایی که هنوز دنبال آقای بختیار هستن. یه سری از این کشته شدگان رو میدونید که فلسطین بعد از پولای زیادی که گرفت از ایران رفت با صدام همکاری کرد. بله. و همون آقای یاسر خرفات بود، کی بود مردکی که این همه پول برای زن جوانش گذاشت، 2 میلیارد دلار آقای سعودی. بله. اون وقت مردمش اونجوری گرسنه در این کمپا و این برمه. بله بفرمایید. بله عرض میکردم این اولا برای این قواسان عزیزمون من یه دونه ویدیو گذاشتم روی فیسبوکم. آره دیدم امروز که این نشون میده که این مربوط به همون کربلای 4 بوده که من عرض کردم. یه بخشی از این هم در همون ویدیو هست که برخی از این عزیزان من لباس قواسی تن شد. خیلی دردناکه، یعنی واقعا کمر آدم میشکنه. بعد برخی نشستن و میترسند بختیار در قبر نلرزه. ما هر روزمون توی قبر این در زندگی داریم میلرزیم. حالا شاپورخان شما تو قبر نلرزه نمیشه؟ ببخشید من رو، خودخواهی من رو ببخشید. به اسم شاه گفتیم یابو. حالا فکر
پس مسئله دوم این بود که شاپور خان ورداشت فلسطینی ها رو آورد ایران، دعوت کرد ازشون. من جناب سوربی یک عکس دیگرم روی فیسبوکم باز امروز دیروز گذاشتم، دیشب گذاشتم، که این در یه جوخه اعدام رو نشون میده که زیر دست صادق خلق‌وادی در کردستان مشغول اعدامه. و به دلیل ثابت کردم که چرا همه این جوخه اعدام به جز یک نفر ایرانی هستن و تیر خلاص‌زنش هم سید حسن نصرالله است. یعنی همه عرب هستن به جز یک نفر؟ بله، تیر خلاص‌زنش هم سید حسن نصرالله است، رئیس حزب الله لبنان. امروز یعنی واقعا اتحاد سرخ و سیاه که بود همین بود. من کار ندارم که گفت چرا گفت، ولی اتحاد سرخ و سیاه این بود، یعنی مارکسیسم و اسلام اینجا به هم جوش خوردن، یک چیز کثافتی از روی کردن به نام جمهوری اسلام. برگردیم سر این مطلب. عرض به خدمت شما، شاپور خان در آخر مطلبشون یک چیز خیلی جالب دیگه میگن، به خلیج فارس خلیج فارس نمیگن، میگن خلیج. شما میدونید که موقعی که یک سیاستمدار صحبت میکنه باید روی هر کلامش حساب کنه و بعد اون بگه. ایشان به دلیل اینکه در اون زمان در کویت بودن و مشغول تلکه کردن امیر کویت، نتونستن بگن خلیج فارس، فرمودن خلیج. نمیدونم، یعنی مثل دوست خوانندمون که بله آقای ایبی که میرن اونجا اصلا نمیخونن. بله بله، هاپولی هاپولی. بعدم توی یه مصاحبه فرمودن آقا چرا انقدر این آهنگ رو شروع کردی؟ این احساس من بوده، اون موقع خوندم تموم شده رفته. آیزکی پول بد کفتی، نمیدونم پول خیلی بد کفتی. برگردیم باز به اصل مطلبی شاپور خان خودمون. آقای رزمارا، شما جواب این رو هیچ چیز ندارید بگید. من با نماینده شما یک ابلهی به نام سرزمین کهن روی فیسبوک صحبت کردم، این جانور خودش آمد من رو پیدا کرد. من وقت سر و کله زدن با ابلهان این چنینی رو ندارم. چرا؟ چون وقت من برای انجام کار مثبت خلاص میشه، نه اینکه بشینم ور دل سرزمین کهن مزخرف بگم. نه. اما این سرزمین کهن آمد و یک نکته رو اون اضافه کرد. آقای سوربی این یکی رو نمیدونستیم که دیگه من دو تا شخ به این بزرگی رو سرم زد. روزی که بختیار رو میکشن، من اون اروپا بودم در صورت زندگی میکرد، روزی که بختیار رو میکشن یک نوشته بود، کیهان لندن نوشته بود که بختیار و منشی او سروش کتیبه را کشتن. اون عکس ها رو انداخته بود تو روزنامه، نگاه کرد این سروش کتیبه چه قشنگی، خود بختیاره. خب حالا چیزی نیست که ما سروش کتیبه از بختیار که نیست که، خب اینا کاری با هم نه. خب آدم شبیه همتی میشه دیگه نه. حالا آقای سوربی تو همون نوشته های سرزمین کهن نگاه کنی، نوشته که بختیار و پسرش را کشته، یعنی آقای سروش کتیبه پسر آقای بختیار بوده. حالا چه جوری نمیدونم، نخواستنم در بیار. زندگیمون از بالا تا پایین میایم، ملک کیان رو به دست میگیریم، 37 روز مثل گربه دزده فرار میکنیم. ببینید در شیلی هم سالوادور آلنده آن موقع ایستاد و کاخ نخست وزیری رو ترک نکرد تا جنرال پینوشه بمبارانش کرد و اونها تا آخرین گلوله‌شون برای آزادی کشور مقاومت کردن. برای همین هست که هنوز شما موقعی که بگین آلنده، مردم شیلی احترام قائل میشن براش، نه به خاطر عقیدش بلکه به خاطر مرامش. مرامش ایستادگی بود. شاپور خان ما چیکار کرد؟ روزی که فرانسه در خطر بود پارتیزان شد، رفت و فنگ گرفت جنگید، ولی روزی که مملکت خودش به خطر افتاد، من مرغ طوفانم، بای بای. غیر از این بود؟ ببینید اونهایی که میاید میگید آقا بختیار
این بختیار اون حالا لنگ مرده رو ول کن باشه، ما خیک رو ول کردیم، خیک ما رو ول نمی کنه، سرزمین کهن میاد صبح پاچه منو میگیره، من که کاری ندارم، من اون بغل دارم روشنگری خودم رو میکنم که جوانان من به دام جبهه غیر ضد ملی نیفتن، جوانان من به دام رزمار و امثال هم نیفتن، جوانان من به دست این بی پدر و مادرهای وطن فروش نیفتن. بد کاری دارم میکنم؟ بده؟ یا نه دوباره باید بچه های ما اسما به دست این بی پدر مادرها بشن؟ نه؟ نه بابک جان یکی از بینندگان سوال میکنه که اون کتاب سبز رنگ اسمش چیه؟ براش نوشتم کدوم کتاب سبز؟ از بابک هروی بپرسید اسم آن کتاب سبز چی؟ سبز رنگ چیست؟ ولی بوس گنده و قول من براش بفرستیم بگیم کدوم کتاب سبز رو بفرستیم، علم قید ندارم. چشم، منم پرسیدم کدوم کتاب سبز، مرسی. حالا اگه بگن من فدای این بیننده عزیزم، ببخشید عزیز ناز. خب پس خوب شد چند تا چیز امروز فهمیدیم که فلسطینی ها قبل از اینکه خمینی بیاد به اصطلاح اونها دعوت شده بودن. دقیقاً جناب سوری. پس این روزنامه جواب این رو به من دادن که ما تکذیبیه دادیم. اگر اون تکذیبیه ابلهانه رو محبت به نشان بدهید من بسیار ممنون. بله اجازه بدید که ممنون. به من بینندگان عزیز این سرزمین کهن که نماینده رزماراست یا خود رزمارا، رزمارا از سواد کامپیوتر به صورت که نمی کنم بشته باشه یا پسرشه یا یه چه می دونم باید امروز دور قابچینی حقوق بگیری چیزی. بله الان داریم اطلاعیه نهضت مقاومت ملی ایران رو نشون میدیم. بله به هم می بینن عزیزان ما این رو به من دادن که ما اینو تکذیب کردیم و همین رو هم دادن. ببینی یعنی نه تو روزنامه بود نه یه سانت بالا پایینش جا بود، هیچ چی دیگه نبود. البته این نوشته 12 اسفند 1360، این سه سال بعد از انقلاب. اون ماجرایی که من و شما داریم توضیح میدیم و خود آقای رزمارا سال بعده. بله اون 4 سال بعد از چیز تاریخشون غلط زدن. بعدم اجازه بدین آقای سوربی این روزنامه وجود خارجی نداره. آها. یعنی یک تیکه رو ورداشتن اون موقع دادن چاپخونه چاپ کرده و اینو کردن که بختیار اینو تکذیب کرده. حالا تکذیبیه به چه صورت است؟ شما آقای سوربی خودتون معلم هستی، روزنامه نگارین، ولی فقط اجازه بدین برای دوستانمون دارم توضیح میدم. تکذیب به این صورته که شما اگر بخواید مطلبی رو در مثلا من با همه شاپورخان با روزنامه لومون که یه روزنامه بسیار معروف فرانسوی مصاحبه کرد و تکذیب کرد حرفاش رو، اول تکذیبیه رو داد و لوموند چاپ کرد، یعنی شما قدم اول تکذیب کردنتون اینه که نامه می نویسید به اون روزنامه یا جریده یا رسانه‌ای که حرف شما رو گفته و اون وظیفه داره حرف شما رو پخش کنه. میگن در همون صفحه و ستون که اونو چاپ کرده باید چاپ کنه که مردم نخوان دنبالش بگردن و ببینن. دقیقاً آیسو همون وقت توجه فردا در دادگاه محکومیت داره. پس اینا این کارو میکنه. بعد شاپورخان لوموند برد دادگاه. خب از شاپورخان بی دست پا نبوده، یخه لوموند یکی از بزرگترین روزنامه های دنیا رو هم گرفته. حال سوال من آقای رزمارا سرزمین کهن خبرت، ببینم چرا شاپورخان این مزخرفات و چرندیات تو روزنامه کویتی گفته بود، یخه اونها رو نگرفت، رفت یه تیکه کاغذ پاره کاغذ برش توالت پیدا کردن روش نوشتن ما اینه تکذیب کنم دو سال قبل سر. خب بی خیال مردم رو چه گذاشتین؟ اتفاقا پهنای این کاغذ درست مثل کاغذ تو. عرض میکنم به خدا خسته شدم از این پدر مادر ها. بعد آقای شوربی این رو هم بگم به همه، هر کس از ما رو بختیار شکایت کنه میگن تو بنی صدری هستی. خب اجازه بدین من اینجا یک دیسکلیمر بدم، یک توضیح بدم. دوستان عزیز، بینندگان عزیز،
من از شخص ابلسن بنی صدر بدم از این مردکه خائن وطن فروش بی پدر و مادر پدر مولا نفرت دارم. آی شبی چجوری بگم، من اصلا بنی صدر بدن دستم واقعا میکنمش تو قفس میزنمش برای تماشا. چرا؟ چون بنی صدر کسی بود که در موقعیتی تاریخی در ایران قرار گرفت، پشتیبانی ارتش داشت، میتوانست خمینی رو براندازه، میتوانست ایران رو نجات بده، اما به عوض این به فرمان مستقیم خمینی از ایران خارج. الانم رفته در شهر ورسای به قول آقای سعودی یه خانه گرفت، اونجا اصلا خانه نیست و به کسی هم نمیدن، اگرم بدن خیلی گرونه، در بغل شهر ورسای اونجا لونه کرده، یه روزنامه انقلاب اسلامی در غربت و حالا در چه کوفت زهرماری درم میاره، توشم شعر در می‌نویسه از بالا تو پایین. بابا آقای رزمارا هر کی با تو بده رفیق بنی صدر نیست، فحاشی نکن، توهین نکن به مردم. من نمیدونم، من از بنی صدر بدم میاد. چرا؟ چون آدم خائنی، آدم وطن فروشیه، آدم بی سوادیه، ملازاده است، خائن به وطنی. از سلام نامه تمام. ولی وقت من رو هم نمیام بذارم رو بنی صدر تحقیق کنم. چرا؟ چون وقت من برای کار مثبت باید صرف بشه. جوانان ما امروز نباید گول دروغ‌های رزمارا سرزمین کهن هر تیکی پرچم شیر و خورشید گذاشت به جای عکسش اومد باشن. اینجاست که باید دوغ از دوچاپ سوا شه. اینجاست که باید بفهمیم شاپور خان ما یه آدم خیانتکار جلب حق باز بود. آقای هروی یکم صبر کن، خیلی خوشحالم که شما اینو گفتی. ببینم ماه ژانویه توی ایرانی، ما ماه اسفند آخرینش میشه 20 مارچ، درسته؟ میشه بهمن و اسفند. اوکی، حالا ببینید دوستان، این السیاسه توی ژانویه امسال به اصطلاح اون مقاله رو نوشته بوده، چرا اینا سب کردن توی اسفند یک سال بعد اعتراض کرد؟ اینم به قول شما همون عوضی و آدمایی که نمیدونم. در اصل دوستان من این مدرک رو دارم، هر کی میخواد ایمیل بزنه یا به من یا به بابک هروی براش میفرسه، من اینو بعدم براتون میخونم. خیلی جالبه نوشته که این بالا السیاسی در ژانویه امسال با آقای دکتر شاپور بختیار نسبت داده شده بود که این اراضی ایران به موقع تکذیب گردید. حالا نوشته اینک پس از قریب 2 ماه، در صورت که اینجوری نیست، میشه قریب 11 ماه. اینو براتون من دوستان میخونم یا میفرستم اگر خواستی. بفرمایید. ببینید دروغگوهای بسیار بی سوادی هستن آقای سعودی، دروغگوهای بسیار بی سوادی هستن. و در آخر مطلب میخوام فقط یک مطلب را عرض کنم. اولا این که آقای بختیار فرصت سوزی کرد، آقای بختیار قیام شاهروخی رو لو داد، آقای بختیار قصد داشت در خوزستانی که صدام از ایران سوا میکنه حکومت تشکیل بده، آقای بختیار جزایر سگانه ما رو میخواست به عرب ها بده، آقای بختیار نام خلیج فارس رو میخواست عوض کنه و مدرک زنده هست. حال اگر کسی که میخواهد باز بگوید بختیار خوب بود، ببخشید من دیگه با شما صحبتی با اون شخص. چرا؟ چون نرود میخ آهنین. من وظیفم اینه که همفکران خودم رو پیدا کنم، حقیقت رو در اختیار اونها بگذارم، نه یک ابلهی مانند رزمارا رو که از روز اولی که متولد شده راه خطا رفته تا امروز بیام اصلاح کنم. این کار من نیست، اصلا از عهده من خارجه. بابا این برادرش ارتشی بوده، جبهه ملی بوده، ملی مذهبی بوده، از روز خیانت کرده. السلام قبل نمام ساخته بوده که ایشون موقعی که میرن در میگه من همه حقیقت رو نمیگه. رزمارا، رزمارا موقعی که با پسر آقای قاسمی میرن همون نفلشتو به قول آقای سعودی دست میکنه قبل نمام میگه به اینا. آخه مرده که تو دکتری از خودت خجالت نمیکشی؟ البته من نمیگه آقای فرهنگ قاسمی
بعد آقای رزمارا گفت نه اینجوری نبوده، من گفتم اگه میخواین براتون بیارم، خمینی گفته خودم دارم میرم ایران نمیخوام. اصلا اصلا به فرقش چیه؟ بله یا بده یا بگی میخوای بدم، اصلا فرق اینجا فرقش کجاست؟ بله اصلا یکیه. ببینید رزمارا یک بعد یه مسئله دیگه هم هست، باز دوباره اینها صحبت کردن که ما تعداد زیادی از خانواده‌های افسران رو زیر پوشش قرار، تعداد زیادی از فرزندان اینها بیاد. اینها دروغه 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 دروغه. به تنها کسی که پول دادن خانم یکی از افسرها بود، اونم مایی $1,000، اون موقع بیشتر نه. آقای رزمارا من در جلوی همین ملت ایران، در جلوی همین مردم، در جلوی همین تماشاگران عزیز شما رو چالش میکنم، به چالش میطلبم اگر حرفتان درست است یک برگ کاغذ بیاورید و به عنوان سند نشان دهید. بسیار ممنونم. دوستان عزیز با بابک هروی بودیم از کالیفرنیا. بابک رو میتونید در صفحه فیسبوک که بهتون نشون دادم ببینید و باهاش باشید، در صفحه خبربین خبرها رو دنبال کنید. بازم ممنونم که با ما بودید و بهترین ها رو برای شما و خانوادتون آرزو می‌کنم. قربون شما برم مایی صحبی، بینندگان عزیزم قربون همتونم میرم، دوستتون دارم از ته دل بجز دارت ما را، خدا نگه دارم. مرسی، با امید دیدار. دوستان عزیز بابک هروی خبربین و کالیفرنیا. خب برنامه رو ادامه میدیم، ضمن اینکه چون صحبت و اسم صحبت شد از آقای رزمارا و اسم ایشون بردیم، ایشون هم حق داره که بیان در برنامه‌ای به قول معروف اون هم داستان خودشون و اون چیزی رو که فکر میکنن حقیقت داره بگن، ولی من براتون این نامه رو میخونم که همون کسی که ایشون آقای هروی اسم برد برای ایشون بریده. معمولا وقتی یه روزنامه ای رو اینجوری میفرستن باز دو صورت داره، کل صفحه رو که تاریخ و چاپ و اینها هست بالا میفرستن، بعد چون این مقاله کوچولو هست اون پایینش رو هم که کات کردن میفرستن. این دوستان چون همیشه زیرابی را میرن، زیرابی شنا میکنن، بعض چیزاشون خیس شده و دیگه وجود نداره. این مثلا نوشته نهضت مقاومت ملی ایران 12 اسفند 1360. دوستان وقتی ما میگیم اسفند ژانویه قبلی چقدر میشه قبلش؟ نمیدونم. در هر صورت به قول ایشون باید به السیاسه مینوشتن نه به روزنامه های ایرانی، بعد عکس و اعتراض اونا رو به روزنامه های ایرانی میدادن، و اگر آقای بختیار توی صحبتاش خلیج رو گفته خلیج فقط دیگه، آقای رزمارا به نظر من شما از امروز به بهانه‌های مختلف، به این که من سنم زیاده، حالم خوش نیست، جلو دوربین نمیتونم بیام، نه یا این جوان‌ها رو بیچاره ها، اون آقای چهار روستایی و اون کیه یه دکتری هست بچه یه خواهره، اولا این دکتره اگر خودش آدمی بود دیگه نمیخواست هی نمیمد بگی من بچه خواهر خامنه‌ایم، مثل که یه نفر بیاد هی بگی بچه خواهر هیتلرم با من مصاحبه کنید. خب تو که میای میگی هیتلر، بعد دیگه نگو من کیم. همیشه هم گفتم این خواننده هایی که هیچی نمیشن برای اینه که میگن پسر فلانی، دختر فلانی، شوهر فلانی، هیچ وقت به جایی نمیرسن، ولی اون که خودش آمده خودش بوده دیدید موفق شده و به هر جام که میخواسته رسیده. خب باز هم ممنون از شما و بریم سراغ این دوستان ببینیم که آقای سلام جناب سوربی، آقای هروی در برنامه قبلی یا یکی قبلتر از آن درباره موضوعی رفرانس دادن بدون ذکر اسم یک کتاب سبزرنگی که مردم بخونن. اسم کتابو نگفته ولی گفته رنگش سبزه، من نمیدونم. حالا من اینو برای آقای هروی میفرستم تا دریابد بنیسد آدم خوش، تا بنیسد آدم خوب و خوشقلبی است. آقای هروی همچین چیزی رو گفته؟ نمیدونم. او اولین مستقیم منتخب تاریخ ایران است. خب همینجا شما صبر کن، شما این انتخابات دوره ایران رو قبول داری آقای چی اسمته؟ آقا محمدی؟ انتخابات دو اول حالا یا یازدهم یا هرچی انتخابات ایران رو قبول داری؟ یا اینکه مردم چون توی اون شور و ولولا بودن هیچ کس به فکر این نبود که آقا انتخابات که اینجوری نمیشه، باید یک گروه نظارتی باشه، مخصوصا توی کشوری که همه چیز زیر و رو شده. فقط صحبت‌های آقای دستمالچی رو
گوش میدادم توی دانشکده تو توانا، دانشکده توانا یه هم چیزی خیلی قشنگ صحبت میکنه، میگه ما جوونا از دست یه دیکتاتور در عذاب بودیم، ناخواسته رفتیم تعریف دیکتاتورایی رو میکردیم که اونا از اینم بدتر بودن. بعد میگه که ماها بلد نبودیم و این چیزا. ضمناً نمیدونم شما کجا همچین چیزی شنیدید، بعضی وقتا ممکنه چون تلویزیونای مختلف نگاه میکنید آدمای مختلف رو میبینید قاطی کنید، ولی من فکر نمیکنم آقای هروی از کجا به اصطلاح کتاب سبزرنگ آورده باشه و گفته باشه برید برنامه رو ببینید تا در یابد بنی صدر آدم خوب و خوشقلبی است. اوکی، ممنونم آقای مرتضی آقا محمدی، از شما بسیار ممنون و متشکرم. و اما باز هم میریم سراغ برنامه لایف که چیزهایی رو که براتون از قبل گذاشتم. بله سوربی جان، 1818 میلادی است، یعنی تقریبا 200 سال، چقدر میشه 1818 میلادی؟ تقریبا 200 سال قبل، یعنی 3 سال دیگه میشه 2018. این تقریبا 200 سال. حقوق محمد شاه 60,000 تومان، حقوق ناصرالدین شاه با تصویب امیر کبیر 10,000 تومان. در همان زمان گندم 300 کیلو، میدونی وقتا خروار میفوختن، 24 ریال، گوشت 3 کیلو 1 ریال یمن میگفتن، روغن 12 کیلو 10 ریال، هر قبضه تفنگ انگلیسی 25 ریال. حقوق یک ماه محمد شاه برابر با 240,000 تا تفنگ می شده. و اما موجودی رضا شاه در سال 1323 شمسی 83 میلیون ریال، بودجه دولت در 1301 شمسی 500 میلیون ریال. سوربی جان چیزهایی گفتن، جایی بودم چیزهایی گفتن شاید جالب باشه. دوست دختر شاه به نام فیروزه بعدن زن یکی از ارتش بودهای شاه شد. شاه دوست دختری به نام فاتیه، حالا فامیلیش نگیم، داشت. من هرگز اسم ایران را، اسم ایشان را نشنیدم. لابد همین بوده شده طلا دیگه، اون جوکی بود میگفت طرف به هر چیزی دست میزد طلا میشد، لابد شاه هم فاتیه رو برده تو اتاق طلا شد. من هرگز اسم ایشان را نشنیدم. روشن نام دوست دختر شاه، دوست دختر شاه بود که وقتی خواست به یکی از امیران ببخشد از فرط ناراحتی خودکشی کرد. گیلدا هم که همه میشناسن، ارتش بود فلانی هم که یک بار با دوستش سر چهارراه قوام با بنز کروکی پوز میداد توسط دانشجوی افسری به شیشکی بسته شد که از فرط عصبانیت از ماشین پیاده شد و دنبال دانشجویان. ای داده بیده. ولی با همه اینا این دوستمون نوشته که از مرداب از رودخانه پرسید چی کار میکنی که اینقدر زلالی؟ گفت گذشتم. شما هم بگذرید و بیاین به تمیزی رودخانه برسید. خب آقای آریانپور برای یکی از دوستان به نام بهروز سورن نوشته که هموطن نظرتان در مورد نوشته آقای بهروز سورن چیست؟ آقای بهروز سورن درباره هیاهوی بی بی سی گفته که ما را به خیر تو امید نیست، شرم رسان. برای کسانی که با رسانه های عمومی کنونی آشنایی دارند و غرض و مرضی ندارند واضح است که نهادهای رسانه‌ای وابسته که سرچشمه مالی آنها دول خارجی هستند از سیاست‌های تعیین شده آن دول نمی‌توانند پا را فراتر بگذارند. کارمندان و مزدبگیران این نهادها نیز در نهایت یا به وظایف سرسپردگی خود با آن سیاست‌ها عمل می‌کنند و یا به مرور کنار گذارده می‌شوند. بی بی سی فارسی، رادیو فردا، صدای آمریکا نمونه‌های بارزی از این نوع میدیا هستند. از سوی دیگر این رسانه‌های وابسته را نمی‌توان بر اساس برنامه‌های موردی آنها مورد قضاوت قرار داد، چرا که نشان دادند و در عمل مشاهده کرده‌ایم که اینها یکباره و ناگهانی در لحظات سرنوشت‌ساز
سیاسی و تاریخی چهره عوض میکنن و در بس بر اساس تمایلات اربابان متمول خود سیاست ساز میشوند. این همین آمریکا و اروپا دوستان آش تازه‌ای را دارن میپزند. فصلی از کتاب تو نباید بکشی یا تو نباید بکشی، نوشته یورگن تودنهافر. تادن این دیگه وقتی اسما رو به فارسی می‌نویسن یه مکافات داریم، وقتی هم اسمای ایرانی رو فارسی می‌نویسن شاهین میشه شهین، نمیدونم. ترجمه رضا نافعی. فراهم ساختن مقدمات جنگ با بدنام کردن و تبهکار جلوه دادن طرف مقابل آغاز می شود، یا آنطور که در گذشته گفته می شد با وحشی جلوه دادن. اگر هم خواستید این ایمیلای رو بگید تا یکی دو روز بعد از برنامه ها نگه می دارم. و اما خانم شایسته الهام لطف کردن عکسی رو از آنجلینا جولی فرستادن که واقعا این عکس رو ما نشون بدیم برای دوستان هنرمند ایرانی، شاید اینها هم غیرتی داشته باشند، وجدانی داشته باشند و اون وجدان خفته و غیرتشون یه تلنگری هم بهشون بزنه. این رو نوشته تصاویر آنجلینا جولی در کمپ آوارگان سوری. ستاره آمریکایی هالیوود روز گذشته برای دیدار از اردوگاه پناهجویان سوری و عراقی با پرواز اختصاصی وارد یکی از استانهای جنوبی ترکیه شد. به گزارش فرادید، آنجلینا جولی و آنتونیو گوترز نماینده ویژه کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل به مناسبت 20 ژوئن روز جهانی پناهندگان به منظور دیدار با پناهندگان عراقی و سوریه‌ای به ماردین سفر کردند. میگه که آنجلینا جولی و نماینده ویژه سازمان ملل در امور پناهندگان همچنین در ادامه سفر خود به ترکیه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز، مگه این انتخابات نشد؟ مگه عوض نشد؟ هنوز به اصطلاح این هست و این هم عکس‌هاش هست که احتمالاً خودتونم توی چیز بزنید میتونید ببینید. امیدوارم ما هم هنرمندان اینجوری داشته باشیم و میبینید که اون پناهندگان هم تا اونجایی که امکاناتشون بهشون اجازه داده بنر پلاکارد به اصطلاح درست کردن و نوشته که یزیدیز have no homeland, no right and no identity in Iraq. میگه همون دوستان ایزدی ما میگیم، یزیدی هرچی که سو این آیسیس رفت و اینا رو میدونید، هم گرفت هم گروگان گرفت هم قتل و غارت و اینها، زنها و دختراشون رو فروخت و تجاوز کرد. میگه که ماها بی خانمان شدیم و در عراق هم جایی برای ما نیست. ISIS kill us because of our religion. میگه که ISIS یا همون داعش ماها رو میکشه به خاطر مذهبمون. دوستان این همون ISISی هست که خانم مریم رجوی گفت اینها به اصطلاح انقلابیون عشایریه چیز هستن و واقعا من دیگه نمیدونم اینها کجا میخوان برن و کی میخوان بفهمن. این عکس‌ها هم اینجا هست. باز هم از دوستی که این رو لطف کردن فرستادن ممنون و متشکر. و شما هم اگر مطلبی به نظرتون جالب میاد برای ما بفرستید، ما اگر فرصتی پیش بیاد پخش میکنیم. دوستانی که ناراحت میشن آقا من برات پیام میذارم همشو پخش نمیکنی، مقاله میفرستم همشو نمیخونی، دوستان من اینجا اون کار ادیتوریال یا ویراستاری رو باید انجام بدم. یعنی اگر 100 تا صفحه میاد اینجا، من ممکنه 100 تاشو خودم صحبت کرده باشم، دیده باشم، در رابطه با برنامه ها ندونم، همه رو بریزم دور، یکیشو از اون بیارم انتخاب کنم. شما دلگیر نباشید، یه روز شما اون یه نفر میشید، یه روز دیگه یه نفر دیگه میشه. و اگه قرار باشه من اینجا هر روز نامه ها و ایمیل از یه نفر بخونم برای دوستان دیگه، اینجوری اشتباه میشه که ما همین یه نفر بیننده رو داریم و دیگه هیچ کس هم نیست. اینم از این. خانم آنجلینا جولی خودش کسی هست که از لحاظ خانواده با پدرش مشکل داشت، بعد یه همسری گرفت که دو برابر سه برابر عمر سن خودش بود، از پدرش فکر کنم پیرتر بود، و بعد که دیگه آمد با این آقای کیه هنرپیشه که اونم به قول معروف خانواده یه هنرپیشه دیگه ای رو
خراب کرد. اون شوهر اون بود، این رفت باهاش دوست شد و همسر شدن. براد چه بگوینم، براد سامتی. بله در هر صورت این دیگه مغزمون یواش یواش. آهان آقای بابک عربی داشت راجع به دروغگو و اینا صحبت میکرد. دیروز من یه برنامه رو تو تلویزیون آمریکایی دیدم که میگفت که دروغگوها یه مقداری باهوشتر از افراد دیگه هستن، یا برخلاف اون چیزی که میگیم دروغگوها کم حافظه هستن، اینها مجبورن از حافظهشون بیشتر استفاده کنن، چون دروغایی رو که گفتن مجبورن به اصطلاح یادشون باشه و به خاطر بسپارن اینها. دوستان عزیز ساعت 3:49 دقیقه است. آقای اجلالی در دو سه برنامه گذشته یک صحبتی کرد در رابطه با یک نشستی که در واشنگتن بوده و به شما قول داد که این فیلم رو تهیه میکنه، اونجایی چون که میخواد در موردش صحبت کنه برای شما میذاره و به اصطلاح شما هم ببینید. هر کاری کرده نتونسته تا حالا این فیلم رو تهیه کنه، چون باید از سیسپن این فیلم رو دیویدیشو بخره بعد بده به من، من براش 2 دقیقه 3 دقیقه اونجایی که میخواد. من بهش گفتم قربان این که انگلیسیه، شما فقط بیا چیزایی رو که خودت شنیدی بگو، مردم من عکس رو نشون میدم، مردم رو رجوع میدیم به این که روی سی اسپن هم هست، تاریخش هم من اینجا براتون با زرد نشون دادم، 25 می، اسمش هم هست ایران نوکلیر نگوشیشن. نگوشیشن یعنی بحث و گفتگوها درباره این مسائل ایران اتمی یا اتم ایران یا نیروگاه اتمی هرچی. خانم باربارا سلیون قبلا هم یکی دو بار مهمان برنامه ما بودن، سال هاست من ایشون رو میشناسم، از سال 1989 که مهمان برنامه محمد علی بود در چشمنداز در تلویزیون فیرفاکس پابلیک اکسس، خیلی فعال هست و کسی هست که به ایران هم مسافرت میره و میاد، به دیگران میگه شما اصلا این چیزی که بیرون میشنوید و میبینید از ایران این واقعیت نیست، همونجوری که الان تیم والیبال ایران این رو میگه. خب این رو هم من نشون دادم که من از طرف آقای اجلالی از شما عذرخواهی کرده باشم، ضمناً اینو اگه خواست در موردش صحبت کنه ایشون به فارسی بگه. خیلی جالب بود، دیروز باهاش تلفن زدم گفتم این فیلمه رو نمیتونیم اینجوری ضبط کنیم و اینها، و گفت اوکی حالا تلاشمون رو میکنیم، ولی من چون خیلی مشمئز شده بودم میخواستم اون قسمت‌های مشمئز کننده‌ش رو به بیننده‌ها نشون بدم. گفتم آقا حالا شما مشمئز شدی دیگه ما رو مشمئز نکن، مثل این میمونه که من یه چیزی رو که بد بوی هست بهت بگم ببین چه بو بدی میده. معمولا ما این کارو میکنیم. اجازه بدید همینجا از سعید تشکر کنم. سعید بود که به من یاد داد سوربی اگه یه جایی یه آشغالی هست، یه پیامی هست، یه نوشته بدی هست، اونو نیار به ما بگو، بندازش تو سطل آشغال. همینجوری که من انتظار نداشتم آقای مصطفی زاده یه همچین ایمیلی رو بفرسته و اون ایمیل رو نخوندم، ضمن این که دیدید هر وقت آقای مصطفی زاده ایمیلی میفرسته من وقتی هم ازشون پرسم بخونم اینو، میگه شما همیشه اجازه داری ایمیلای من نوشتای من رو بخونی چون من هیچ چیزی رو مخفی ندارم. بازم از همتون ممنونم. 8 دقیقه دیگه برنامه آقای اجلالی شروع میشه. شما هم اگر میتونید برنامه بسازید، میتونید با مردم صحبت کنید، بیاین و برنامه خودتون رو داشته باشید. اینجا نوشته اوباما هیچ وقت به ایران حمله نخواهد کرد. نویسنده استیون دیوید، دیپلماسی ایرانی. وقتی رئیس جمهور اوباما میگوید بلای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تمام گزینه‌ها روی میز است، چشمانداز حمله ارتش آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حتی در صورت شکست مذاکرات فعلی به طور فزاینده‌ای بعید است. برای بسیاری فقدان تهدید نظامی معتبر علیه ایران نشان دهنده رهبری ضعیف اوباما و ترس وی از استفاده از زور است. اوباما به عنوان پس هر کی از زور استفاده میکنه رهبر خوبی است. نمیدونم والا. دوستان عزیز اجازه بدید همینجا به قول معروف برنامه رو تموم کنیم. ببینم فقط آقای کتاب سبز، کتاب در مورد آذربرزین بود نه بنیسد. نام آن کتاب که در جواب به مزخرفات آذربرزین در آمده تیمسار شما چرا هست،
و یه چیزی هم ایشون به بنی صدر گفته. بذاریم حالا باز ببینیم آقای آقامو چیز گفته که در تنها انتخابات آزاد با 123 کاندید بدون غربیل کردن شورای نگهبان ایران، وی با 78% آرا انتخابات. نه آقای هروی خوب درباره بنی صدر نگفته. من در آهان آقای هروی خوب درباره بنی صدر نگفته. در دنباله درخواست کردن نام آن کتاب سبز رنگ نظر خودم را در مورد بنی صدر اضافه کردم. لطف کنید آنچه را که نوشتم کامل بخوانید. دوست عزیز آقای مرتضی آقا محمدی، من یه روزی به شما باید یاد بدم که توی نوشته های فارسی اینقدر کاما نذارید. برید گفته های احمد شاملو رو درباره این که ما کامای اضافی، ویرگول اضافی، فاصله اضافی، نقطه اضافی یا کم میذاریم و خواننده نمیتونه منظور ما رو درک کنه، شما برید. شما فارسی نوشتی، منم فارسی میخونم. دوستان من یه بار دیگه اینو نشونتون میدم. ببینید این چیزی که آقای چیز نوشته، آقای آقا محمدی، ببینید چیز دیگه ای هست به غیر از این که من خوندم. اینجا الان توی این نوشته بفرمایید، از روی نوشته شما دارم میخونم. با سلام ممیز، درود ورود. جناب سربی، آقای هروی در برنامه قبلی و یا یکی قبلتر از آن درباره موضوعی رفرنس دادند بدون ذکر اسم یک کتاب سبزرنگی که مردم بخوانند، بروند برنامه را ببینند تا دریابند. یعنی چی؟ یعنی آقای هروی به مردم گفته برن برنامه را ببینند، کتاب را بخونند، یا شما داری میگی؟ بله، بنی صدر آدم خوب و خوشقلبی بود. آقا به نظر من شما تمام زندگیاتو بفروش، پولتو جمع کن، برو باشو سرباز فدایی آقای بنی صدر. من چی بگم به شما؟ دوستان عزیز اجازه بدید همینجا ازتون ممنون باشم که با تلویزیون مردم بودید. و آقای مرتضی آقا محمدی، من 100 بار به خود شما گفتم، 20 بارم تو برنامه هم گفتم، شما مثل آقای رزمارا دوست داری جلو دوربین باشی، ولی درست مثل آقای رزمارا مایل نیستی پول خرج کنی. اینجوری هم نمیشه. بیمایه فطیر است، اون خمیر که خمیر است. بریم، روز روزگار بر شما خوش. 4 دقیقه دیگه با آقای اجلالی. مرسی.